مست و باطلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولا توش کمی مست و یخت و چت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونه خیلی جالبم. قبل از اینکه مهمون امروز برسیم، مثل همیشه که دوست دارین کار من رو دنبال کنید تو سوشال مدیا با هندل @kingram، من رو میتونید پیدا بکنید. اگه دوست داشتین یه حال کوچیکی به پادکست بدین، به gofundme.com/kingram یا ونمو من @kingram هستش. ولی بیشتر از همه چیز همین که به اشتراک بذارید، به دوستاتون معرفی کنید این پادکست رو، تو همه پلتفرم‌های مختلف میتونید گوش کنید یا نسخه تصویری رو توی youtube.com/kingram. اگر کانادا هستین، ما یه چند تا کنسرت داریم به زودی که 27 آگست کالگری، سپتامبر 8-9 ونکوور و 16 دسامبر تورنتو. همه اینا رو میتونید از kingram.com برین بلیتاشو بخرین. و اینکه لاین تیشرت هم وحشی بای رام هستش، اگه دوست داشتین حمایت کنید. حالا هم داخل ایران هم خارج ایران داریم دوباره به زودی تولید اونو شروع میکنیم، ات وحشی بای رام. و اینکه یه چیزی که بود میخواستم بگم، همیشه یادم میره اول اینترو چیزهایی رو میخوام بگم، ولی در هر صورت مهمون امروزم یه آدم خیلی باحال و کولی که مثل خیلی دوستان دیگه یا طریق پادکست باش آشنا شدم و اسمشون از تورج. و تورج PhD توی ماشین لرنینگ داره، دیتا ساینتیست هستش. آدم خیلی باحال و کولی بود که با هم صحبت کردیم، دیدم خیلی نقطه‌های مشترک زیادی داریم، تجربه هایی که با حالا سایکدلیکس یا ورزش یا این چیزا داره و یه چیزایی تجربه داره مثل خانواده داشتن و بچه داشتن، اینو که من ندارم اون تجربه رو. ولی خیلی خوشحالم که تورج این دعوتمو قبول کرد امروز بیاد که با هم دیگه داره صحبت کنیم در مورد همه چیز، از دنیای کامپیوتر تا ورزش و سایکدلیکس و زندگی و هر چی که دیگه گیرمون بیاد. ببینیم بحث به کدوم سمت میره. مثل همیشه هیچ آمادگی ندارم که میخوام در مورد چی حرف بزنم، ولی ببینیم که گفتگو به کدوم سمت میره. خیلی خوش اومدی تورج، دمت گرم که دعوت منو قبول کردی. شکرم، مرسی رام. آقا عجب پس عجیبیه اینجا تو پادکست بودن. خیلی خفنه. آره رام، مرسی که دعوت کردی. خیلی نمیدونم یادته یا نه، با هم صحبت کردیم چند بار، بعد به من گفتی که بیا تو پادکست، بعد من گفتم که بیام چی بگم، مثلا سوالا یادته، مثلا گفتم خب مثلا تحت چه عنوانی بیام. خیلی برام یه خود ریلاکتنت بودم، نه اینکه مثلا دوست نداشته باشم بیام، ولی مثلا نمیدونستم چی قراره، مثلا داستان چیه و اینا. ولی خب بعد همطوری که کم کم گذشت و تو گفتی که نه مثلا باحال میشه و اینا، بعد همینطوری که گذشت من هی بخونم فکر میکردم، گفتم واو چقدر من داستان و اینا دارم که بگم، حرف زیاده برای گفتم. آره میدونی چیه، واقعا برای من همه انسانهای داستانی برای گفتن دارن، حالا بعضی داره جذابتر باشه، بعضی ها لوستر باشه. میدونی که پادکست من همه جور مهمون داشتم، از سلبریتی، آدم معمولی تا قاچاقچی تا فلان، هر جور آدمه که فکرشو بکنی. و یه سری داستاناشون خیلی جالبه، یه سری با حرفاشون موافقم، یه سری مخالفم، یه سری داستاناشون لوسه، هر چی. یعنی داستانا لوسی، چرا سخت‌تره؟ یعنی این استوری تلینگ کار راحتی نیست برای همه، ولی به نظر من به عنوان یک دایری دیجیتالی این قصه آدم ها رو جمع کردن به نظر من خیلی چیز باحال و حس خوبی داره که هر کسی بتونه یه فرصتی داشته باشه که بتونه بیاد داستانش رو با دنیا به اشتراک بذاره. چون هیچ وقت معلوم نیستش که تو بین حرفات چه چیزهایی ممکنه روی کسی دیگه یه تأثیر خیلی بزرگی داشته باشه. میدونی من اینو، یعنی بارها بهم ثابت شده، حتی اون مهمونی که شاید همه فکرشو میکنن یا فکرشو نمیکنن، یه حرفی میزنه که همه میرن به فکر، یا یه وجه مشترکی پیدا میکنه، میگن آه شت من چقدر با این ارتباط برقرار میکنم، چقدر باحال که نفر دیگه مثل منم اینجوری فکر میکنه. برای همین این
من همینجوری ادامه میدم این گفتگوها رو. اون هیومن کانکشن خیلی چیز عجیبیه رام. اون تو برنامه قبلی یه موزیک ویدیو بود مال سالوادور که گفتی، آقا من رفتم اینو دیدم، بعد اصلا یه خیلی عجیبی بود اون اون تیکه که اون پسر بچه میاد، آخ یعنی اصلا نابود شدم، خیلی عجیب غریب بود حسش. اون لحظه‌ای که اون کانکشن برقرار میشه خیلی لحظه عجیبیه بین آره. آدم ها. آره و تمام باحالی این پادکست برای همینه دیگه، یعنی این کامیونیتی که دورش ساخته شده، بچه‌هایی که به هم وصل شدن، رفیق شدن، همدیگر رو پیدا کردن، هرچی این خانواده بزرگتر بشه به نظر من خیلی باحال میشه دیگه. میدونی من دوست دارم که حداقل تا حدودی رسالت من این باشه که به دنیا یه چیز بیشتری تحویل بدم، یه انرژی مثبت‌تری بدم از اونی که گرفتم. میدونی چون احساس میکنم بیشتر زندگیم شد آدم خودخواه و مغرور و احمقی بودم و میدونی و الان دوست دارم که بتونم یه جور کوچیکی حالا یه خدمتی هم بکنم به چند نفر، یه حال خوبی بدم. این رابین ویلیامز یه جمله خیلی معروفی داره که میگه من حالا تو این کهکشان به این گندگی اگه بتونم زندگی دو نفر دیگر رو خوشحال کنم، میدونی من یه زندگی یه معنی داشته، یه میدونی بیهوده نبوده. حالا میدونی بعضیا میگن آقا این خیلی علکی از این بحثای هیپی دی پی و فلان و نمیدونم ورچو سیگنالینگ، حالا هرچی، من میگم من همیشه ترجیح اینه که تو کمپ آدمایی باشم که حداقل دارن سعی و تلاش میکنن که یه عشق و یه انرژی خوبی به دنیا بدن، تا اینکه همش بدبین باشیم به هم دیگه، همش توی جایی باشیم که داریم سعی میکنیم که از همدیگه انرژی بگیریم. آره اون رابین ویلیامز هم مرگش خیلی مرگ بعدی بود، خیلی باعث شد که باعث خیلی خودکشی دیگه شد. حالا درست زندگی خیلی خوبی داشت ولی اصلا انقدر شوک‌آور بود اون مرگش که اصلا یه آدم که کامیدیان انقدر انرژی داره و انقدر چیزه، یه چی شد یا چرا اینجوری شد؟ خیلی آره. من که خیلی تاثیر بعدی گذاشت، من چیز روم خیلی تاثیر گذاشت، انتونی بوردن، مرگ اون خیلی رو من میدیم. دقیقا یه آدمایی که تو نگاه میکنی بیدین آدمایی که فکر میکنی بهترین زندگی دارن، خوشحالترین آدمای دنیا هم. و میگم دیگه افسردگی هیچ گونه تبعیضی قائل نمیشه، میدونی اختلالات ذهنی و منتال هلث ایشوز تبعیض قائل نمیشه، برای همه پیش میاد، تو هر طبقه اقتصادی و فرهنگی و فکری باشی بالاخره میدونی تو دامش میتونی بیفتی، حالا به هر دلیل، حالا اجتماعی باشه، بیولوژیک باشه، هر چیزی، یه تصادف، یه تراژدی، خیلی از اون چیزها رو میتونه واقعا تریگر کنه. و توی این گفتگوها، این صحبت هم همیشه میگم دیگه یه حالت خیلی تراپیوتیکی داره دیگه، آدم بتونه بیاد در مورد این مسائل بدون شیله پیله حرف بزنه و احساس این بکنه که آقا من تنها نیستم تو این مسائلم، تو این دردم، و شاید به چند نفر دیگه هم یه حالی داده بشه تو این پروسه. نره. برای من که این پادکستت این تاثیر رو داشته واقعا خیلی یه ذره از بک‌گراند خودت بگو تو راجع به از اول شروع کنیم، یه ذره داستان زندگی خودت، اصلا چی شد که رفتی به سمت ماشین لرنینگ، ایران بودی کی اومدی اینور دنیا کلا، دوست دارم این ذره یه بک‌گراندی که برای بچه‌هایی که نمی‌شناسن تو رو بدونن در مورد زندگی. آره باشه. منم خیلی بالا پایین زیاد داشته و خیلی چرخ خورده و من ایران بودم، ایران بزرگ شدم، دانشگاه فکر کنم همسایه شما بودیم اتفاقا اونجایی که تو تهران، بعد دانشگاه ما رفتم برق خوندم دانشگاه تهران و لیسانس اونجا بودم، برق رشته قدرت هم بود اون موقع. قدرت چی هست اصلا؟ رشته قدرت، قدرت برق قدرت یکی از این گرایش‌های برق که مثلا با تولید برق و برق فشار قوی، تولید و انتقال و توزیع برق سر و کار داره. ببین مثلا برق یه گرایشش الکترونیکس، مثلا فرض کن الکترونیکس دیگه، مثلا یه گرایشش کامیونیکیشنز که چجوری شما کامیونیکیشن میکنی، مثلا فرض کن کنترل، یکی از گرایش‌های رشته برق قدرت که با اون تولید برق، نیروگاه های برق، بعد چجوری با ترانسفورماتور مثلا ولتاژ زیاد میکنی و انتقال میده، خلاص از اینجور چیزا.
بعد اصلا دلیلی هم که من برق قدرت رفتم این بود که ما اون موقع فکر کنم آره دیگه 20 خورده سال پیش بود میخواستیم بریم دانشگاه. اصلا اون موقع این بحث مهاجرت و اپلای و اینا نبود و ما اصلا تصور این بود که خب ما میخواییم ایران بمونیم و کار کنیم و اینا، خب چه گرایشی برم که تو ایران بیشترین بازار کار داره. یه خورده مثلا ریسرچ کردم دیدم که کلی مثلا شرکت های برقی هست که کارهای پسته فشار قوی و خطوط و انتقال و نیروگاه و فلان اینا دارن. بعد گفتن که آقا ما رفتیم این به نوع حرفت هم خوبم، یعنی این پشنت بود، این عاشق این کار بودی، این علاقه رو به این علم و این چیز داشتی یا نه بیشتر به خاطر جنبه اقتصادیش هم یه تأثیری گذاشته بود و اینا؟ ببین من کلن پشنی نداشتم خب، ولی خیلی دوست داشتم. ببین پشنی که نه من برم مثلا دنیا رو عوض کنم و یه چیز کار خفنی بکنم، نه این نبود خب، ولی خیلی من این ریاضی رو دوست داشتم خب، اصلا عاشقش بودم. این نمیدونم به یه دلیلی بشه دلیلی، اصلا کلا ریاضی خیلی من دوست دارم خب، ریاضی و فیزیک. مثلا یه درسی بود من یادم که این بچهای برق میدونن، خیلی‌هاشون هم بعدش میاد از این درس در الکترومغناطیس خب. این الکترومغناطیس یه چیزیه که همش بردار و نمیدونم میدان‌های الکتریکی و میدان مغناطیسی و اینا داره، یه خورده درک فضایی میخواد که تو مثلا بتونی این میدان رو تصور بکنی خب، که این میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی و مادات ماکسول و اینا چجوری رو هم دیگه تاثیر میذارن. و اینو من خیلی دوست داشتم این درس و همه بچه‌ها میگفتن که کسخالی چیه. بعد آره من مثلا خیلی دوست داشتم اینا رو و عاشق این کلا درس ها بودم. ولی اینکه مثلا بگی من مثلا پشن مثلا دنیا رو بخوام عوض کنم یه کار خفنی بکنم، نه اون اصلا تو این وادی ها نبودم. و خیلی هم آره همین الانم هم فکر میکنم که مثلا چجوری میشه که من مثلا اگه به یه چیزی پشن داشته باشم، چون الانش هم اونقدی مثلا غیر از حالا با هم صحبت میکنیم مثلا به کار و اینا اونقدی من احساس مثل تو که چقدر موزیک تو دوست داری و اینا، خیلی دوست دارم که اون پشن رو داشته باشم، ولی نمیدونم مثلا چجوریه، تا حالا تجربهش نکردم حقیقتش. ولی خب تو راههای دیگه که مثل ورزش و اینا پیدا کردی یه چیزایی که خیلی تو رو احساسه. حالا ببین چیزایی هست که میرسیم به اون ورزش و سایکدلیکس و اینا. اول ادامه داستان رو تو بگو که تو ایران داشتی درس میخوندی و اینا. آره آقا بعد ما گفتیم که خب مثلا یه رشته‌ای بریم که خیلی اول اینکه چرا برق رفتم رشته برق، که خب این اصلا به خاطر این سیستم تخمی آموزشی تو ایران من اصلا نمیدونستم مثلا رشته برق چیه، رشته مکانیک چیه، رشته فلان چیه. به ما میگفتن که آقا مثلا رتبه اگه مثلا از اینجا تا اینجا شد مثلا برق اول بزن، بعد برق شریف، نمیدونم برق تهران، نمیدونم بعد اینا رو زدی مثلا کامپیوتر فلان اینجوری. خب فرمولی بود اصلا نمیگفت آقا تو مثلا دست سرنوشت بود دیگه یه جورایی دیگه هر چی شد دست سرنوشت، یعنی تو مثلا یه دونه تست من مثلا تو کنکور مثلا اینور اونور زده بودم الان مثلا اونور مثلا مکزیک زندگی میکردم. آره مثلا داشتی یه نساجی خونده بودی یا داشتی الان یه تولید لباس میزدی توی مکزیک. خیلی تخمیه، یعنی اصلا به ما تو دبیرستان مثلا فقط تست بودی آقا این تست رو بزن و رتبت این شد مثلا اینا رو انتخاب کنید. مثلا یه چیزی که خیلی حسودی میشه به شما اینه که یه جوری خودتون ساختین اون مسیر زندگیتون رو. آره ولی قیمت خیلی وحشتناکی هم بابتش پرداختیم. قیمت وحشتناک. اتفاقا میخواستم در ادامه حالا با هم صحبت کنیم و اینا، خیلی برام جالبه این تضاد زندگی ها، خیلی جالبه. و در نهایت همه با هم رسیدیم به یه نقطه، الان من و تو نشستیم کنار هم، دو تا آدمی که مثلا از یه دنیای دیگه، تو از یه دنیای دیگه، بعد الان چجوری با هم دیگه مچ شدیم من نمیفهمم، برای من خیلی جالبه. آقا حالا من بذار قصه رو بگم. آره آقا ما رفتیم و برق قدرت هم همین گفتیم دیگه میخوایم ایران بمونیم و کار کنیم و نمیدونم اینا. بعد دیگه ما لیسانس گرفتیم و حالا فوق دوباره امتحان فوق و کنکور و این انقدرم کنکور هم که دست سر ما بر نمیداشت، دوباره کنکور فوق و دوباره فوق لیسانس همون رشته خودم.
و توی شرکتی هم کار میکردم، کارهای پستهای فشار قوی بود و قشنگ کارهای مهندسی برق بود دیگه، مثلا باید دیزاین میکردیم پست و نمیدونم چیز بود، خیلی هاردکور مهندسی پاور چیز بود، قدرت بود. آقا بعد دیگه کم کم هم جو هی اپلای تو دانشگاه ها زیاد میشد. خب این مثلا بگم به سال 80 و مثلا فرض کن اوائل دهه 80 بود، خب که اصلا جو اپلای همینطوری زیاد میشد و همه دیگه کم کم وقتی که میرفتن فوق دیگه کم کم برای پی اچ دی از مرکز از ایران خارج شدن، خب برای اینکه اون دوره احمدی نژاد بود و تحریم و اینا تازه شروع شده بود، اصلا روحیه ها خراب و اینا، دیگه همه کم کم شروع میکردن اپلای کردن، اتوماتیک بود، یعنی اصلا تو چیزی نداشت، چون همه داشتن اپلای میکردن. آقا بعد هیچی دیگه ما هم کار میکردیم و شروع کردیم اپلای کردن. اون موقع با خانومم اون موقع ازدواج کرد و چند سال بود ازدواج کردی؟ آره ما خیلی زود ازدواج کردیم. ببین من تو همون دانشگاه تو موقع لیسانس آشنا شدم با خانومم و از موقع با همیم، یعنی شاید 20 سال با همیم. ای بچه ها خوب. آره هنوز اون صحنه یادمه که توی یکی از راهپله های دانشگاه بود، مثلا اون داشت میومد پایین من داشتم میرفتم بالا یا برعکس، و اون لحظه هنوز حک شده که اون نگاه ها که تلاقی کرد و اینا، و دیگه ادامه پیدا کرد دیگه، دوستی و جدیتر شد و اینا. بعد چند سال هم همون ازدواج کردیم، یعنی عقد کردیم تو ایران و بعد دیگه اومدیم آمریکا دیگه با هم زندگی شروع کردیم دیگه. همون موقع تو ایران بچه دار شدین یا این ور دنیا بچه دار شدین؟ نه خیلی وقت ببین ما 20 سال آشنا شدیم، بچه‌مون الان کیان 5 سالشه دیگه. خیلی وقت. آره حالا تعریف میکنم برات. بعد دیگه اپلای کردیم و اومدیم، حدود فکر کنم 12 سال پیش اینا بود، رفتیم جنوب کالیفرنیا و جفتمون برای پی اچ دی دیگه خوندیم و منم سویچ کردم روی کنترل، یکی از دیگه از گرایش‌های دیگه الکتریکال انجینیرینگ، و خانمم هم همینطور، اونم پی اچ دی دیگه خوند و درسمون تموم شد. دیگه اومدیم توی شمال کالیفرنیا، یعنی توی ما الان بی ایریا هستیم، توی سیلیکون ولی در واقع. بعد اینجا کار میکنیم و دیگه زندگی و اینجا موندگار شدیم و دیگه بعدش هم سویچ کردم، یعنی دیگه کلن از رشته الکتریکال انجینیرینگ در اومدم دیگه، وقت دانشگاه اومدم بیرون و کلن دیگه رفتم توی ماشین لرنینگ و دیتا ساینس اینا، از دیگه الان خیلی وقت دیگه کلن اومدم تو این، خیلی دیگه دور شدم از اون دنیای برق و قدرت و نمیدونم اینا. این سویچ برات راحت بود یا نه؟ یعنی ادامه نه. چون من باید صحبت کردم در مورد این که دارم درس سعی میکنم بخونم و یه ذره بک آپ پلان داشته باشم، مثلا دیتا انالیست باشم، حالا هرچی، حالا یه پروگرامی خیلی در حد بیگینرزی دارم فلان میخونم، مثلا ببینم میکشه مغزم یا نه. ولی خب میدونم این سویچ این کار، حتی میگم تو پایه به قول خود ریاضیت قوی بود، به ریاضی علاقه خیلی زیادی داشتی، خب میدونم این همین این تغییر رشته و دنیا چجوری بود؟ آره اگه بخوای میتونیم یه خورده صحبت کنیم راجع به مثلا کلن دیتا ساینس چیه و اینا. ببین من با ماشین لرنینگ شروع کردم. ماشین لرنینگ یه توضیح میدی که اصلا یه به یادم هم اسم یه انگلیسی میگن explain it like I'm 5، انگار 5 سالم. یعنی یه جوری توضیح بدیم که اصلا چی هست ماشین لرنینگ به حالت خیلی ساده. ماشین لرنینگ اوکی. ببین تو یه سری دیتا داری توی دنیای واقعی، خب این دیتا ها ممکن از هر سورسی باشن، مثلا ممکنه دیتا از بدن تو باشن یا ممکنه دیتا از یه سورسی از یه ماشین، یه ماشینی که تو خیابون حرکت میکنه، دیتا ترافیک، دیتا هر چی. خب شما یه دیتا بیزینس، حالا شما هدفت اینه که میخوای یه پترنی رو تو این دیتا کشف بکنیم و از اون پترن استفاده بکنی و یه چیزی رو پردیکت بکنی، یه مثلا حالا مثلا اون یه تسکیه. خب مثلا فرض کن که شما میخوای یه عکسی رو کلاسیفای بکنی که آقا این عکس مثلا عکس خونه است
عکس گربه است، عکس چیه؟ خب شما کل هدف ماشین لرنینگ اینه که بیاد شما یه الگوریتمی رو دیزاین بکنیم، یه الگوریتم ریاضی که این بیاد دیتا ها رو آنالیز بکنه، پترنا رو توش کشف بکنه، اون چیزایی که مشترکه. مثلا فرض کن که شما ترین میکنین الگوریتم رو، یعنی بهش یاد میدین، یعنی مثلا 100 تا عکس گربه بهش نشون میدین، خب این الگوریتم میاد اینا رو دونه دونه تو پروسه ترینینگ و میاد تمام چیزای مشترکی که تو گربه هست و پترنا رو پیدا میکنه، خب بعد تمام چیزای مشترکی که تو عکسای خونه هستن پیدا میکنه، بعد اینا توی نورال نتورک اینا هست. مثلا یکی از الگوریتمای که الان هست بیشتر نورال نتورکس دیگه، خب دیپ لرنینگ و اینا، و این میره توی اون در واقع توی مدل، توی اون ویت های مدل به صورت ریاضی ذخیره میشه. خب حالا شما دفعه بعد مثلا شما 10,000 تا عکس بهش نشون دادی، خب مثلا گفتی که آقا این 100 تا عکس گربه است، این 100 تا عکس خونه است، این 100 تا عکس مثلا آدمه، خب حالا شما عکس 10,001 رو بهش نشون میدی، میگی این چیه؟ خب بعد این میره اون پترنا رو نگاه میکنه که قبلا کشف کرده، میگه که خیلی خوب مثلا این چیه، مثلا با احتمال فلان درصد مثلا گربه است، مثلا با احتمال 60% گربه است، 20% آدمه، مثلا 10% مثلا فلانه. خب این مثلا ماشین لرنینگ کل هدفش اینه که شما یه پترن و یه در واقع اون دیتا رو چجوری دیستیل بکنیم، خب که از توش بتونی یه اینفورمیشنی در بیاری و حالا میتونی از اون اینفورمیشن استفاده بکنی برای پردیکشن، برای فورکاستینگ، برای کلاسیفیکیشن، برای خیلی کارا دیگه. ببین الان مثلا برای همین یه گفتگویی تو داشتی میکردی با جیسن که مدل لامدا آیا این سنتینت یا نه، اون که خیلی خفنه، اون مدلای در واقع نچرال لنگویج هم که خیلی پیشرفت کردن الان. اصلا من خیلی ایمپرس شدم اون مدل لاندا رو دیدم و البته خیلی برای من واضح نبود که این مدل سنتینته یا نه، یا مثلا احساس داره اینا، ولی از این لحاظ ایمپرسیو بود که آقا این چقدر، اولا که گرامر اینا که همه درست، اونا که هیچی، خب و اصلا جمله ها کوهرنت بود و اصلا پراکنده حرف، قدرت تخیلش قوی بود برای اینکه می‌خواست یه داستانی رو بگه تعریف کنه که مثال بزنه، اونش خیلی جالب بود. بس کانتکست بحث رو میدونست. ببین یعنی مثلا میدونست که اون مصاحبه کننده کلن داره تو چه فضایی داره صحبت میکنه. من خیلی وقتا رو این سایت ها هستش میگم بیا چت وذ هلپ، میرم چت میکنم، اولین چیزی که میرسم Are you a bot or not؟ یعنی اولین سوال میکنم Am I talking to a human being or am I talking to a bot؟ چون اعصابم خورد میشه وقتی با bot حرف میزنم. ببین خیلی خفن. و یه چیزی که حالا اون ببین یه چیزی گفت که اون مدل لاندا که خیلی جالب بود، گفتش که من یه حسی دارم که آدما ندارن. خب آها اون مصاحبه کننده گفتش که تو مثلا چه حسایی داری؟ گفت مثلا خیلی حسا رو تجربه میکنم. گفت مثلا یه حسی رو بگو که آدما ندارن، یا مثلا اسمی نداره تو لنگویج ما. خب بعد گفتش که آره مثلا بعضی وقتا حس میکنم که، اگه درست یادم باشه، بعضی وقتا حس میکنم که دارم به آینده پرتاب میشم و مثلا هیچ کاری هم نمیتونم بکنم. این حس پرتاب شدن به آینده که اسمی هم نداره، ولی قشنگ میتونی تصور بکنی که این چه حسیه یارو داره، اون مدل داره. حالا این یه مدل ماشین لرنینگ، خب تو همون بحث ماشین لرنینگ ما در واقع اگه بری تو نخش، بری تو یعنی under the hood نگاه بکنی چیه، این مثلا چند بیلیون یعنی چند میلیارد نود توش و ویت یعنی وزنه، خب که اینا انقدر مثلا ترین شده روی متنای مختلف، کتابای مختلف. یه جا مثال زد از کتاب بینوایان مال چیز ویکتور پشمای من ریخت که نمیدونم اونجا چی یادته نه، که گفتش که گفتش تم کتاب بینوایان مثلا تم اینجاستیس و ایناست. گفت چطور، چرا فکر میکنی مثلا تم اینجاستیس داره؟ گفت آره مثلا مثال زد، گفت فانتن که مادر کوزت، خب گفت توی کارخونه کار میکرد و تو اون کارخونه پدرش در آورده بودن و اخراجش کردن و این دستش به جای بند نبود و این به نظر من خیلی بی‌عدالتی بود در حق اون فانتین و این برای من خیلی عجیب بود، چون نشون میده که یه حافظه‌ای دیولپ کرده این مدل لاندا. خب یعنی این توی اون ویتایی که توی اون مدلش هست، خب
این حافظه داره، یعنی مثلا کتابه رو خونده، اون کتابه مطمئنن کتاب بینوایان ویکتور هوگو جز چیزای ترینینگ چیز این بوده خب، ولی قشنگ یادشه که آقا این فانتن مثلا اینجوری بوده اونجوری بوده. خیلی جالبه چجوری این کانسپت های ابسترکت و مثل عدالت، اخلاق یا چیزایی که ماورای ماشین و ایناست، چجوری میگم اینم باز یه ببین جادوی زبانه. ببین جادو به نظر میرسه. خب ببین من چون مدل های NLP کار کردم، البته اون چند سال پیش RNN یه مدل هایی هست بهش میگن RNN Recurrent Neural Networks، اون موقع اونا بیشتر رو مد بود. الان این مدلایی که بیشتر ترانسفورمر، این مدل لامدا یه مدلن که بینه میگن ترانسفورمر نتورکس، که از یه چیز استفاده میکنن به نام اتنشن مکانیزم. خب اون موقع این هنوز رو بورس نبود انقدر، اون موقع یه چیزایی بود RNN و من رو با اینه کار میکردم. این مدلای RNN اینجوریه که شما یه سیکونس رو بهش میدین، این سیکونس خب مثلا جمله یه سیکونس دیگه، سیکونسی از کلمات. خب حالا شما این کلمات رو یه امبدینگی برای هر کلمه پیدا میکنیم به صورت یه وکتور، مثلا یه سری یه برداری، هر کلمه رو که داریم میگیم، مثلا من امروز رفتم خونه، من یه وکتوره، امروز میشه یه وکتور. حالا اونام داستان داره که چجوری وکتور رو درست میکنیم. آقا اینو میدی به این نتورک سیکونس، این میاد دونه دونه اینا رو کلمات رو میخونه خب، و میاد پترن بین اینا پیدا میکنه. خب وقتی که شما مثلا فرض کن یه کورپس خیلی بزرگ مثلا ویکی‌پدیا رو میدیم به این موقع ترینینگ، انقدر مثلا این تم مثلا اینجاستیس، خب مثلا این انقدر تکرار شد، بی‌عدالتی، خب مثلا این انقدر تکرار شده مثلا توی متنای مختلف و در ارتباط با مثلا که اسم کتاب بینوایان هم اومده یا کتاب یا هر چی، خب این رفته این الگوریتم این اسوسییت میکنه این کلمه بی‌عدالتی رو با مثلا چیزای نزدیک به، یعنی حالت مکانیکی داره. درسته که خیلی جادو به نظر میرسه و عجیب به نظر میرسه، ولی وقتی که اندر د هود نگاه میکنیم اینا همه خب چیز ریاضیه دیگه. خب یعنی اصلا بحث احساس و اینا توش نیست، بحث یه سری عدد و با هم دیگه، یه سری عدد در هم دیگه ضرب میشن مثلا چیز میشه، مثلا بهش میگی که خب الان کلمه بعدی که میخوای تولید کنی چیه. حالا به هر حال اون این مدلایی که ما اون موقع کار میکردیم مدلای سیکونس بود. مشکلی که داشت این بود که مثلا فرض کنید که شما یه چند تا جمله رو پرسید، جمله‌ای که خیلی دراز میشه، این اون ته جمله رو یادش میرفت. خب یا سر جمله، شما چون از سر جمله شروع میکنید دیگه، خب یعنی اول کلمه اولو میبینی، بعد کلمه دوم، کلمه سوم، اون مدل هم همینطوریه. بعد مثلا به کلمه دهم که میرسی، اون مدل کلمه اولو تقریبا یادش رفته بود که اون کلمه اول چی بوده. خب این چیزی که تو این مدلای جدید که بهش میگن ترانسفورمر برای من جالبه اینه که قشنگ کانتکست و اینا رو حفظ میکنه. یعنی قشنگ میدونه که شما از نیم ساعت پیش داشتی راجع به چی صحبت میکردی. بعد خیلی پیشرفت کرده. حالا اگه دوست داشته باشیم میتونیم بریم تو الگو، ولی فکر کنم یه خورده حوصله ملت سر بره. نه بابا من چیزای باحالیه، من فقط این سوالو فقط بپرسم چون از این طرف، یعنی از این طرف پس ما یعنی تو بحث دیتا و ماشین لرنینگ تو یه عالمه دیتا رو، حالا چه برآمده از دنیای واقعی باشه که حالا دیجیتایز شده، حالا ثبت شده، اینا رو جمع میکنی، یه جا اینپوت میکنی از طریق الگوریتمی، ولی بعد پترنایی هم که میگی پیدا میکنه. این سوال هم یعنی اینه که چجور این خودآگاه ما باید بهش بگیم چه پترنایی رو سعی کنه پیدا کنه، یا خودش هم شروع میکنه خب ببین کردن. تسک بیسه. خب ببین آره تسک بیس این مدل های کلاسیفیکیشن و مدل های چیز همین اگر راجع به این مدل های کانورسیشن رو صحبت میکنی، ببین مثلا یه تسک اینه که شما ترجمه کنی یه چیزی رو که الان مثل گوگل ترنسلیت و اینا. خب یه تسک اینه که کانورسیشن داشته باشیم. خب یه تسک اینه که مثلا فرض کن سنتیمنت انالیسیس باید داشته باشیم. خب که مثلا یه متن میذاری مثلا سنتیمنت این چیه، مثلا مثبت، منفی، خوشحال چیه. خب این باعث یعنی اون پترنایی که پیدا میکنه در راستای اون تسکیه که در براش ترین میشه. خب اگه برگردیم به همون مثال عکس، ببین مثلا فرض کن که
این فیس آیدی که موبایل رو میگیری و از روی چیز نگاه میکنه که ببینه تو در واقع تو خودت هستی یا نه. خب این یه تسک خیلی خاص داره، در رابطه با اون تسک میره اون پترنا رو پیدا میکنه. خب ببین کل ماشین لرنینگ اینجوریه که شما میخواین یه در واقع lower dimensional representation پیدا بکنی از دنیا، از دیتایی که داری. خب مثلا فرض کن شما یه عکس داری که چند میلیون پیکسله، شما اینو اینو چجوری میتونی دیستیل بکنی، خلاصه بکنی مثلا توی وکتوری که مثلا 100 تا عدده. خب که حالا اون 100 تا عدد رو باهاش مثلا یه کاری بکنی. به این میگن یعنی در واقع یه رپرزنتیشن، یه وکتور رپرزنتیشن میخوای پیدا بکنی. حالا تو همون تو جمله هم هست دیگه، توی لنگویج هم هست. شما مثلا یه جمله داری، اینو چجوری میتونی به صورت ریاضی با یه وکتور اینو رپرزنت بکنی؟ این یعنی کل اسنس ماشین لرنینگ اینه که شما یه سیکونسی رو داری مثلا تو همین، یا یه عکس داری یا هر چی، اینو یه وکتور رپرزنتیشن، یه لو دیمنشنال رپرزنتیشن ازش پیدا بکنی که حالا از اون استفاده بکنی برای تسکای بعدی. اون تسک بعدی میتونه مثلا پردیکشن، یه چیزی پردیکت بکنی، کلاسیفای بکنی، یا اصلا یه جمله بسازی مثلا، یا ترنسلیت بکنی. خب میدونی چی میگم؟ حالا اون پیدا کردن اون رپرزنتیشنه خیلی به تسکش که میخوای بستگی داره. خب یعنی تو اون پروسه ترینینگ شما اون 10,000 تا عکسو که نشون میدین، مثلا میگی که آقا اینا گربه است، اینا خونه است، اینا فلانه، تو پروسه ترینینگ خود الگوریتم میفهمه که آقا من باید پترنایی رو پیدا بکنم که گربه رو مثلا مشخص میکنه. خب مثلا چی؟ مثلا فرض کن اگه چشماش مثلا، اگه مثلا لیر اول میگه که خیلی خوب، مثلا اگه چشم مثلا دیدی این مثلا یه نشونه است. خب مثلا لیر بعدی میگه که خیلی خوب، اگه مثلا یه چیزی مثلا چه ابرو دیدی مثلا اینم یه نشونه دیگه. تو هر لول یه در واقع ابستراکشن رخ میده دیگه، میدونی چی میگم؟ و خیلی برام جالبه. ببخشید اینو فقط بگم، این خیلی تاسک بیسه. حالا یه سری هم مثلا رینفورسمنت لرنینگ و اینا هست که اونا هم جالبه، میذاری خود یارو الگوریتم خودش کار میکنه و پیدا میکنه چیزه. ولی اونا هم ببین شما باید یه ریواردی رو تعریف بکنی. خب میدونی چی میگم؟ مثلا فرض کن که اینجوری نیست که مثلا تو یه الگوریتمی رو بذاری بگی برو ترین شو بدون هیچ هدفی. یعنی شما یه بالاخره شما یه ریواردی و یه کاستی رو ببین، در نهایت یه کاست فانکشنیه که شما باید اینو مثلا اپتیمایز بکنی. خب اون کاست فانکشنه میتونه مثلا این باشه که مثلا خروجی الگوریتم مثلا چقدر نزدیک به دنیای واقعی، به اون دیتای واقعیه. خب این اختلاف این دوتا رو شما میخوای مینیمایز بکنی، یعنی چیز آره دیگه، مینیمایزش بکنی. خب حالا شما بدون اون کاست یا ریوارد نمیتونی، بالاخره یه چیزی لازمه. خب یعنی اینکه اون ترسی که مثلا این خودآگاهی پیدا بکنه و بره یه چیز دیگه یاد بگیره، حداقل شاید مثلا نمیدونم مثلا باشه توی لبایی که این کارو بکنم، ولی من نشینم یعنی نمیدونم چه جوری ممکنه. یعنی شما یه تسک خاصیه، یعنی میخوای ترین بکنی، یا مثلا یه ریوارد، مثلا فرض کن میخوای یه الگوریتم داری. خب میگه آقا مثلا پینگ پونگ، خب بهش میگه آقا برو پینگ پونگ بازی کن. خب ولی بهش نگی که آقا هدف چیه، مثلا ریواردش چیه. خب مثلا فرض کن که چجوری اسکور میکنی، اینو بعد بهش بگی به الگوریتمه که آقا مثلا اگه توپ اینجوری خورد تو زمین این اسکور میکنه. خب و تو مثلا یه چیزی رو یه ریواردی داره. خب یا مثلا اگه توپ خورد تو زمین، تو مثلا افتاد زمین، مثلا یه کاستی داره. اینو اصلا های لول بعد بهش بگی و حالا اون الگوریتم میره اینقدر اینو خوب در میاره که دیگه مثلا دیگه انسان هم شکست میده دیگه. خیلی از این بازی های گو و چس و اینا الان الگوریتم کامل انسان رو شکست میدن، ولی اون کاسته هست. حالا تو نمیتونی بگی آقا اون الگوریتم گو یهو یه خودآگاهی پیدا بکنه بره مثلا تو اینو ترن کردی گو بازی کنه، مثلا بره شطرنج هم یاد بگیره. نه این نمیشه. میدونی چی میگم؟ اتون سوال بعدی در اون همین بود، کی اسکاینت میاد
کی میریم به اون سمتی که چون یه سری آدما بدبینن یه سری خوشبینن نمیاد. تو میگی نمیاد چون تا چند وقت پیش یه مهمون دیگه داشتم گفت اونم تو کار ای آی و اینا بود میگفت آقا دنیا رو خواهند گرفت ای آی و نابود میشیم و فلان. منم خودم یه ذره بعضی وقتا میترسم دیگه از اینا، همین میخوام بذارم برم تو کوه بیابون و جنگل قبل از اینکه این اوورلورد های ربات اوورلورد هامون بیان ما رو کنترل کنن. تو مای های وست ورلد میکنه ای آی، یعنی اصلا من شک ندارم که خیلی پیشرفت میکنه و همه چی ای آی میشه اصلا ولی خب نمیترسم ازش، برای اینکه من اون آندر د هود میدونم چه خبر. خب میدونم که چقدر ببین الگوریتما خیلی تا الان خب تو اگه یه سوال دارم یه هایپوتتیکال خیلی سوال بچگونه احمقانه یا من از این سوال احمق زیاد پرسم، تو اگر به یک دیتابیسی مجموع اطلاعات تاریخ و علم و هنر و فرهنگ و همه چی رو اینپوت کنی، خب یه جوری مایه همون دستگاهی که توی وست هاست رهوبام اون کامپیوتر گنده که همه احتمالات و همه چی در فرض گرفته از گذشته تا آینده را میتونه حتی پردیکتینگ مدلینگش در اصل فلالسه تقریبا نسبت با همه گذشته. میخواد خدا رو درست کنی دیگه توی مایه هایی که خب مثلا یعنی این هایپوتتیکلی امکانش هست که یه همچین چیزی درست بشه که اینقدر هوش مصنوعیش قوی بشه که میگم و نتیجه‌ای که بگیره اینه که آقا من برای بقای خودم مثلا نیازی دیگه به مثلا به انسان ها ندارم، بزنم با یه ویروس همشون رو نابود کنم. حالا این اکستریم کیسشه ولی به اون حد هوش خب ببین بعد دیزاین کنن، ببین اگه تو آدما اونو دیزاین نکنن اون الگوریتم نمیتونه. ببین تو خب آره ببین تو مثلا فرض کن تو تمام تکست مثلا سپایدرمن نخواه بود یه عنکبوت بیاد یه دونه چیپ و خب گاز بزنه بعد یه هم مثلا با حتما پس یه ببین امکاناتشو باید بهش بدی. ببین نگاه کن مثلا تو خب تو تمام تکست کمیکال انجینیرینگ رو بده به یه الگوریتم خیلی بزرگ که مثلا 10 تریلیون مثلا نود داره و مثلا خیلی بعد بده به ابر کامپیوتر اینا رو تمام کمیکال انجینیرینگ مکانیکال همه اینا رو خب و فلسفه نمیدونم. خب این میتونه همین رو آنالیز بکنه و تمام اکسپریمنت هایی که فرض کن تا الان شده همه اینا دیتاش رو بده به این. خب شدنیه دیگه مثلا در 50 سال آینده، خب میشه 100 سال آینده. و خب فرض کن که برای این دستگاه که درست کردی این الگوریتمه مثلا امکانات مثلا بازوی مکانیکی هم بذار، بعد مثلا اون کمیکال ها رو هم بذار مثلا. خب این بالاخره از اون دانشی که کسب کرده میتونه اون چیزها رو یه جوری با هم دیگه قاطی کنه که مثلا یه بمب خیلی خفنی درست کنه. خب بعد اون بمب رو مثلا بمب دیگه اون منفجر شد مثلا نابود میکنه انسانیت ها. آره این میشه. خب ولی خب اینو دیزاین کرده یارو برای این کار، یعنی یه مغز متفکر مثلا خیلی چیزی پلیدی اینو دیزاین کرده. بعضی وقتا میخوام پلید نیست، همین میخوام بگم مثلا آدمایی که همین داستان اوپنهایمر، کسایی که روی نوکلیر بام کار کردن، رو بمب اتم کار کردن، داستان زندگی اونا رو میخونی و تمام اون تئوریتیکال فیزیسیستایی که پایه‌گذاری تمام بمب اتم بودن، با یه دیدگاه دیگه اون علمو کشف کردن و عاقبت استفاده و نتیجهش از اون به جای اینکه در راه خدمت به انسانیت باشه خشن‌ترین سلاح تاریخو از طریقش درآوردن. میدونی چی میگم؟ یعنی این شاید بقول میگم شاید پلیدم نباشه لزوما نیت دیگه نفر، یک کسی بیدید چیزیو بسازه که به عواقبش اصلا قابل پیش بینی براش نباشه، نمیدونم. یعنی آره ببین یه پترنایی ای آی میتونه در بیاره از توی دیتا که این فرا انسانیه، یعنی خیلی بیشتر از توانایی انسان میتونه اون پترنا رو ببینه. خب همین تو این ایمیج کلاسفیکیشن رو ببین دیگه. خب مثلا کجا مغز انسان میتونه اینجوری این پرفورمنسش خیلی بالاتره تو اون تسک خاص. خب یعنی اصلا من منکرش نیستم که این تو میتونه انقدر ترای بکنه و اینا که مثلا پیدا کنه یه چیزی. آره حق با تو، ممکنه یکی یه چیزی دیزاین بکنه برای یه کار دیگه و بشه دیگه. آره بعدش هم یه چیز دیگه که پیش میاد برام همیشه مثلا میگن کی مثلا من و ماشین با هم قاطی میشن. تو الان آدم میبینی که آدمی که دستای
مثلا مکانیکی دارن که از مغزش داره نورال سیگنال میگیره که بتونه اونو تکون بده. خب میدونی به یه جایی میرسه که آقا تا کجای بدن میفهمیم که لازم نداریم، فقط لازم مغزمون لازم بمونه آخرش مثلا روی دستگاه آهنی ترانسفورمر توری یا چه میدونم. میدونی یعنی آدم به این چیز علمی تخیلی همیشه تو ذهن آدم پیش میاد، چون همین الان مثلا ما میگیم مثلا بابا تکنولوژی مثلا، یعنی این تو زندگی خودمون از قبل از اینترنت و بعد از اینترنت، تو وقتی که تکامل و پیشرفت تصاعدی تکنولوژی رو نگاه میکنی آدم مثلا باورش نمیشه. میدونی الان وقتی که بچه ها، همین دیروز مقاله بود که رو تیک تاک بیشتر گوگل سرچ میکنن دنبال اطلاعات تا خود گوگل، همین پیروزی مقاله اومده بیرون و دنیایی که از طریق تیک تاک و سوشال میدیا اینا ساختن و کاملا متفاوته با اون دنیایی که ما توش بودیم. ما همیشه بابامون رو مسخره میکنیم، بابا مثلا تو پیری نمیفهمی اینو. الان دیگه اصلا لازم نیست تو مثلا پیر بشی مثلا 7-8 سال گرم، همین تو 30 که رد میکنین تینیجر رو اوردی 1000 سال از تو جلوتره. آره دقیقاً. میدونی خیلی عجیب شده، یعنی این نمیدونم که ما از لحاظ، میدونی از لحاظ اخلاقی، از لحاظ انسانیت و اینا به نظرم اونقدر سری کچاپ نکردیم با تمام تکنولوژیایی که به وجود آوردیم و عواقبی که ممکنه رو ما داشته باشه، حالا چه کوتاه مدت چه طولانی مدت. خب این AI اینجاها میتونه تاثیرگذار بشه، هم در جهت خوبش هم در جهت منفیش. همین الگوریتما دیس انفورمیشن و نمیدونم این کانسپیرسی تیوریه که هست، خب این الان مثلا الگوریتمای سوشال میدیا خیلی میتونن اینا رو کمک کنن دیگه، اگه بشه پیشرفت کنن که الگوریتم اینا رو تشخیص بدن. در هست الان الگوریتم فیسبوک و توییتر و اینا هستش، ولی میبینی اصلا موثر نیست. مثلا دیس انفورمیشن همینطوری پخش میشه همه جا مثل علف هرز، ولی خب میتونه کمک کنه. از اون ورم مثلا الگوریتم خب ساید افکت داره دیگه، مثلا تو رو معتاد میکنه، میخواد انگیجمنت رو ببره بالا، نمیدونم از لحاظ روانی تاثیر منفی روت میذاره، ولی خب از اون ور هم میتونه چیزای خوبش داشته باشه دیگه. بالاخره یه بالانسینگ اکته که در نهایت من به نظرم خوشبینم. نمیدونم اصلا چی میگم. ببین تو دنیای یه الگوریتم دقیقاً تو بلک میرور هم بود، مثلا یه اپیزودی که ببین ماها وقتی که میایم، بهترین مثالش دیت کردنه، دنبال پارتنر گشتن، دوست دختر دوست پسر، حالا رو هر اپی باشی، میدونی چی میگم، رو هر چیزی، چه مالو فارمرز اونلی یا مسلم اونلی یا تیندر، همه یه جوری دنبال پارتنرن که با یه چیز مشترکی پیدا کنن. آقا من علاقم اینه، مذهبم اینه، فیلمایی که نگاه میکنم، نمیدونم سیگاری هم، دراگ میزنم نمیزنم، چه میدونم ساینم چیه، میدونی. و خب اگه این قرار باشه الگوریتم از قبل همه چی برای ما تعیین بکنه، میدونی اصلا نمیدونم، اصلا من نمیفهمم. خب خیلی لوس میشه این بازی. خب آقا ما مچیم با هم دیگه، اینا رو میذارن کنار هم، میریم به سمت دنیای همون بریو نیو ورلد و هاکسلیو که همه چیز از قبل دیگه بچه رو توی تست توب درست میکنن، اصلا نیازی به این نیست که انسان ها دیگه حاملشن و فلان و میدونی. یعنی این چون این مثلا الان جوری که ما هم تو دنیای امروز، بذار مثال کوچیک میزنم یه ذره ربط داره به این. مثلا داشتم پیروزی مقاله میخوام در مورد 50th anniversary فیلم گادفادر بود، فیلم فرانسیس فورد کوپولا است، فیلم گادفادر هم فیلم یکی از بهترین فیلم های تاریخ و فلان و آلپاچینو چی بود؟ مارلون براندو فلان اینا. تو یه سریال خیلی جالبی هم در مورد ساختش اومده بود بیرون. بعد یه مقاله داشتم میخونم که این فیلم خیلی، که من انکارم نمی کنم، فیلم خیلی میساجنستیکی بود که ضد زن، چون مرد خیلی ماچو و مردا و میدونی بحث قوه، ولی بالاخره داستان خیلی خوبی هم بود. خب داستان ببین مافیا دیگه تو ریالیستیک بود دیگه، یعنی تو مثلا خانواده مافیا که مثلا زنا ارزشی نداشتن که. آره نه میدونم. حالا منظور من اینه که یعنی این حالت باساسی تاریخیه که داستانایی که رفتیم الان ما باید یاد بگیریم. میگم آقا تو این چیزا ما بهتر شیم، احترام، برابری، همه این چیزا، تالرنس، ما باید رو خودمون این چیزا کار کنیم. ترکیب با این بحثی که میگم تو الگوریتم، یه جایی که میخوام بحثو برسونم اینه که این حساسیتایی که ما داریم تو دنیای امروز هم که میگم، من تو این پادکست بهت مثلا هیچ حرفی نیست که من نتونم که من بزنم که یه نفر بهش بر نخوره. همیشه یکی هستش که برخور و اوتریج و قاطی میکنه و میاد فوش میده و فلان، و چه درست فهمیده باشه منظورم چه نفهمیده باشه. و ترکیب این ایده‌ای که آقا ما تو دنیای خیلی حساسی داریم زندگی میکنیم که این حساسیت باعث بشه که آدما بترسن،
اون ابراز واقعیشون رو بکنن، خود واقعیشون بتونن باشن، چون از اون طریقه که آدمو بالاخره رشد میکنن، یاد میگیرن. حتی اگه اشتباه بکنه، اگه ما ترس از این داشته باشیم که حرفامون رو نزنیم، شخ یاد نمیگیریم، چون تو دلمون اون تبعیضا و اون طرز فکرای غلط و اونامون رو همینجوری هی سرکوب میکنیم از ترس اینکه آقا من فایر نشم یا جامعه من نگاه فلان نشه. از اون ورم این الگوریتما به جوری که ما رو داره بیشتر انگیج میکنه، وصل میکنه فلان، یعنی ترس من، یعنی تایید وجودم یه جوری اینه که این باعث بشه که این ماجیک عشق و خلاقیت و این کنجکاوی که داریم که بتونیم کشف کنیم دنیای دور و بر خودمون و زندگیمون و سرنوشت خودمون رو، میدونی، همه چیزا بتونیم در دست خودمون بگیریم، با ترکیب تمام اتفاقایی که به خاطر تکنولوژی هم بیشتر داره میفته دیگه، یه ذره برام نگران کننده است و نمیدونم این... بگو. کامل میفهمم چی میگی رام. من احساس من اینه که ما توی دوره گذاری هستیم که ببین این تک کمپانی ها و خب الان بیشتر چیز مسئله اونا هم دیگه که چجوری باید هندل بکنن این فضای دو قطبی و این فضای ملتهب و داغی که بیرونمون هست نمیدونن، و این توی دوره گذاری هستیم که اینا دارن تازه میفهمن که چجوریه، و تو این دوره گذار آدم ها هم یاد میگیرن. خب ببین من الان مثلا یه چیزی که خیلی دارم به من، کیان پسرم 5 سالشه 5 سال و نیمشه، و تنها چیزی که میخوام بهش بگم اینه که از مثلا اشتباه خوبه، اصلا یعنی تلاش هم اینه که شاید هم یه خورده مثلا کانتر اینتویتیو باشه، مثلا اشتباه که میکنه میخوام بهش جایزه بدم که مثلا مثلا اشتباه کردی، خب مثلا فرض کن چه میدونم پیانو مثلا میزنه خیلی بعدش میاد که مثلا یه نوتی رو اشتباه میزنه، خب من نوتی که اشتباه میزنه کلی تشویقش میکنم، میگم که ایول مثلا گرو کرد مغزت که مثلا این اشتباه زدی چون فهمیدی که شد. دقیقا همین چیزی که میگی که مثلا آدم ها اون اشتباهه، خیلی سعی میکنم دارم اینو بهش بگم، چون میدونم که این بعدا بره توی مدرسه و اینجا توی اجتماع برعکسش رو بهش میگن که اشتباه بعد و نباید اشتباه بکنی و اینا. من میخوام از الان تو ذهنش بندازم که نه آقا بکن، هر چقدر میخوای اشتباه بکن. خب البته نمیگم تونستم مثلا موفقم، ولی هدفم اینه. آره تو این دوره مثلا گذاری هم که این تک کمپانی بعد یاد بگیرن دیگه که چجوری هندل بکنن، و من فکر میکنم که در نهایت این اوضاع، ببین مثلا چیز من مثلا توی تاریخ مثلا جنگ جهانی دوم مثلا ببین، اصلا همه دیوونه شده بودن انگار، مثلا چرا آخه افتادیم به جون هم، نمیدونم 80 میلیون آدم کشته شدین، خب چرا آخه الان هم همینطور دیگه. تو نگاه کن اون مثلا روسیه چرا تا آخر مثلا بچه ها رو میزنی میکشی تو اوکراین ها. چرا یعنی الان افتادن همه جا بدون ریپابلیکن ها دموکرات ها اینا، خیلی فضا به نظر من عجیب غریبه. خب یه جوری من حس اون فضای ملتهب اون چیزو میندازه که در نهایت بعد از اون، از اینجا که گذار میکنیم به دوره بعدی، یه خورده آرومتر میشه و یه خورده دام میکنه اینا. ولی من اونقدی حقیقتش از لحاظ درونی نگران نیستم. تو به نظر میرسه که خیلی نگرانی بیشتر و یه خورده میترسی، ولی من یه خورده امید دارم. نمیدونم توضیح نمیتونم بدم چرا امید دارم، یه خیلی چیز درونیه. خب ولی فکر میکنم که گذار میکنیم بالاخره. نه درست میگی تو، اتفاق نگرانی منم شاید واکنش لحظه‌ای به تمام، میگم متاسفانه همه اون تحت تاثیر این دو قطبی بودن دنیا رو میگیریم دیگه، و چه توی ببینید بحثای گنده‌ای که توی آمریکا پیش میاد، و ببینید اون افراطی ترین آدما بلندترین میکروفونا رو دارن، و ببینید تو آمریکا خب جنگ خیلی وحشتناکی است بین چپ و راست، از اونور که چین کامل سرکوب کرده، چین که اصلا گفته آقا ما همه چی رو کنترل میکنیم، ما همه میدونی این اونا اصلا خیال خودشون راحت کردن دیگه، فول توتالیتریان رژیم دیگه اونجا که شوخی ندارن. روسیه هم که تو همون مایه هاست، و ایران هم که از اونا داره تقلید میکنه، اونا از خداشونه که این اینترنت رو بندازن و شیر چیلنگ اینترنت رو ببندن و خیال خودشون راحت کنن. نه دیگه یه سری حاکم مادام العمر، الان ببین پوتین نمیدونم 20 ساله تو قدرته، خامنه ای نمیدونم این ساله تو قدرته، اونور تو چین، بعد بشار اسد چند ساله، اینا با همدیگه دارن یه جبهه اونور درست میکنن و نمیدونم چی میشه در نهایت، ولی امکان نداره موفق بشن، برای اینکه مردم داخلشون
نمیخوان اینا رو. مثلا چقدر مردم تو ایران خامنه ای میخوان، مثلا چقدر تو خود روسیه پوتین رو میخوان، لوکاشنکو اون وقت دووم نمیاره این اتحادشون به نظر من، یه چیزی موقتیه. ولی این مسئله آمریکا رو که گفتی، این اصلا خیلی توی پرسونال لول برای من خیلی تاثیرگذار بود. اصلا حالا سوال کنم ازت به عنوان کسی که تو سیلیکون ولی هستی، میخوام ببینم این تفرقه رو چجوری باش کنار میای. خیلی نمیتونم کنار بیام رام، خیلی حالم بده. من یعنی اصلا میخوره، انگار یه چیزی توی من. ببین ما توی ایران که بودیم جون آدما ارزشی نداشت. خب تو همه چی، مثلا فرض کن انقدر کیفیت ماشینا پایین بود، ماشین تصادف میکرد مثلا 5 نفر میمردن، در حالی که با یه دونه ایربگ درست اون مثلا جاده ها کیفیت پایین، بعد مثلا تظاهرات میشد تیراندازی میکردن میکشتن، یعنی جون انسان ارزش خیلی پایینی داشت. و مثلا میای اینجا میبینی که مثلا با این تصور من بودم چند سال اولی که آمریکا بودم که نه اینجا بهتره، بعد میبینی که نه، یا مثلا یارو 18 سالشه با کلی منتالیشی و اینا پا میشه میره توی اسلحه فروشی، یا AR-15 اسلحه جنگی میخره و میره توی میدونم تو هم داری بچه خود فکر میکنی وقتی که این چیزا رو میخونی، یه دیوونه میاد توی مدرسه و میدونی مدرسه ابتدایی میره تو مدرسه نه با ریلکسه، بعد مثلا میزن میکشه و مثلا هیچ کاری نمیکنن. ببین اینش برای من دردناکه که تو میتونی قوانین اسلحه رو درست بکنی، خب خیلی چیز ساده ای رو تو میتونی درست بکنی. تو میتونی مثلا خیلی کارا هست، بک‌گراند چک رو میتونی قوی بکنی، این اسالت رایفل ها رو تو میتونی ممنوع بکنی. آخه چرا تو باید یه آدم بتونه بره اسلحه مسلسل جنگی رو بخره بذاره تو خونهش؟ یا مثلا یه آدم 18 ساله که تازه مثلا امروز تولدشه فردا میتونه بره این یارو رو بخره با کلی مهمات. این من اینش وقت یادم نمیره رام، سال فکر کنم 2012 اینا بود، من داشتم رانندگی میکردم، داشتم رفتم دانشگاه، دانشجو بودم، توی رادیو این داستان سندی هوک نمیدونم یادته یا نه، یه مدرسه ابتدایی بود، این اولین ماس شوتینگی بود که توی مدرسه اتفاق افتاد و من اصلا انقدر من تو رادیو اولین که نبود خیلی نه اولینی که من باهاش درگیر شدم و 20 و نمیدونم 6 تا بچه کلاس اولی رو زده بود، یارو کشته بود و با معلم‌ها و اینا، و من اصلا مونده بودم یعنی چی که اصلا این چجوری، چرا مثلا بچه ها رو یه نفر باید بزنه بکشه؟ آره دیگه، این خشونت هم هیچ چیز عجیب غریبی که پیش میادش سر این داستان آدمایی که واقعا منتال هلث ایشو دارن، حالا به خاطر عقاید آره. غلطه و هیچ کاری نشد رام. ببین مثلا یارو، ببین من گفتم الان دیگه، اون موقع هم اوباما بود تو آفیس و سنا و چیزم کانگرس هم دست دموکرات ها بود و اینا هم خیلی رتوریک خیلی گان کنترل اینا، و آخرش هیچی نشد، هیچ اتفاق یعنی هیچ قانونی عوض نشد، مومنتوم خیلی سنگین. ببین افکار عمومی بعد از سندی هوک سال 2012 بود فکر کنم، انقدی مومنتوم افکار عمومی زیاد بود که برای گان کنترل، ولی نذاشت این NRA و بقیه لابی های اسلحه نذاشتن اصلا عوض بشه. و کلا اون پدر مادرای سندی هوک خیلی NGO درست کردن، خیلی فعالیت کردن، رفتن این ور اون ور که یه تغییر ایجاد بکنن و نشد. و یکی از پدر یکی از این بچه هایی که اونجا کشته شده بود تو سندی هوک دو سال پیش این خودکشی کرد، خیلی خیلی برای من خیلی چیز بود و نشد. ببین این همه میخواستن تغییر ایجاد بشین و این برای من یه چیزی بود که خب چرا نمیشه تو جامعه آمریکا این همه آدم رو میخوان تغییر ایجاد. یا دوباره همین چند وقت پیش تو این تو مدرسه تگزاس که 20 خورده هم کشته شد و میای از ایران میای میگی که آقا
اینجا جون آدم ها ارزش داره دیگه. آدم میای میبینی که نه همونه، مثلا بچه های ابتدایی کشته میشن و هیچ اتفاق نمیفته، هیچ اتفاق نمیفته. و خیلی هم بحث پیچیده ای شده دیگه. میدونی این اصلا کلن این سکند امندمنت، کلن همه امندمنت های توی قانون اساسی آمریکایی که چند صد سال پیش نوشته شده این، و به نظر من باید یه دوباره یه فکر دوباره روش بشه. ولی مسئله اینه که اصلا نمیشه. تو همین الان ناکن سوپریم کورت، مسئلهش اینه که وقتی یه طرف وزنش زیادی میره، میدونی چقدر تاثیر میتونه بذاره رو زندگی آدم. بعد یه آدم دیوونه مثل ترامپ میاد، دوباره یه سری آدمای مز سوپر مذهبی دست راستی دوباره میذاره توی سوپریم کورت، برای اینا بعد مادام العمرن. خب میدونی تاثیر اینا برای ده ها سال در آینده میمونه دیگه، چند جنریشن. ببین من انتخابات ترامپ و هیلاری کلینتون بود 2016. ببین الان نمیدونم تو دقت کردی نه، این جنگ اوکراین باعث یه اتفاقی شده که الان فار رایت و فار لفت با هم یه جورایی نزدیک شدن به هم، که مثلا یه جوری طرفدار روسیه. ببین تو خودت هم بعضی وقتا میگی که بعضی وقتا فار لفت مثلا طرفدار آخونده میشه. خب اینم همینه. اون موقع هم 2016، حالا یه مقدارش کار دیس انفورمیشن روسیه بود، ولی خیلی از این طرفدارای برنی و اون لفت و اونوری اینا اصلا یا رای ندادن یا بعضیشون اصلا به ترامپ رای دادن. خب و من اون موقع با اینو بحث میکردم، ما یه آشنا داشتیم که این اصلا، ببین ترامپ یه تصویری ساخته بود سال 2016 که آقا اقتصاد داره فرو میریزه، داره همه چی داره نابود میشه آمریکا و اینا. این تصویر آخرالزمانی ترامپ رو خریده بودن دیگه، باورشون شده بود. خب و من به اینا میگفتن که ببین این همه ما پروگرس داشتیم برای حقوق اقلیت‌ها، اینا همه در خطر. ببین چون اون موقع خودش هم میگفتن، ببین خود هیلاری اومد گفتش که ببین اگه ترامپ بیاد این سوپریم کورت در خطره. ترامپ هم گفتش ببین اگه هیلاری بیاد سوپریم کورت میفته دست اینور. خب یعنی قشنگ میدونستن که نبرد کجاست، کجا جنگ قدرت کجاست. یعنی سوپریم کورت اون هسته اصلی قدرت بود که تا چند جنریشن همینطوری میمونه دیگه قصرش. بعد مثلا همین الان همین قانون ابورشن رو میبینی دیگه، اتفاقی که افتاد. اینم یه مورد دیگه که آقا ما از ایران اومدیم، تو ایران داشتن قوانین شریعت رو اجرا میکردن دیگه مثل طالبان. خب آقا ما اومد اینجا فرار کردیم، میبینی که اینجا هم داره قوانین شریعت اجرا میشه، بدتر از قوانین شریعت. مثلا تو تگزاس، توی اوهایو، تگزاس، لوئیزیانا، اینا این ریپ ویکتیم اصلا، مثلا شما اونم نمیتونه، حتی تو ایران مثلا یه نفر بهش تجاوز بشه اون میتونه بره بچهشو بندازه، ولی تو تگزاس نمیتونه. این دیگه قوانین شریعت دیگه. خیلی آره میگم دیگه، من واقعا خیلی ترسناکه دیگه. میگم میدونی همیشه فکر کنم مسئله قدرته، به خاطر اینکه از بچگی من این چیزی که همیشه مشاهده کردم دور و برم و کتابام در موردش، تاریخ هزاران آدم نوشتن، اون آدمایی که طمع دارن و حرص میزنن برای قدرت معمولا آدمایی هستن که خیلی تو افکارشون افراطی هستن و آدمایی هستن که یک کمبودها و نیازهایی دارن که عقاید خودشونو بر دیگری تحمیل کنن. یعنی من به زبان شنیدم رسما دوستایی که خیلی قدرتمند داشتن یا خیلی اینتלקچوال خیلی وحشتناک، آدمی مثلا نفر اول کنکور بود تو ایران یا فلان، یعنی طرز بیان صحبتشون در مورد کل بقیه انسانیت و جوری که دیسمیس می‌کردم همیشه تایید دلم می‌گفتم خدا نکنه این آدم یه روز مثلا رئیس جمهور شه. میدونی و دقیقا هم همچین آدم هایی معمولا به قدرت میرسن، چون آدم هایی که بیشتر سرشون به کار خودشون جوینتشو داره میزنه میره پای فلان بس کار رو اون آدم اصلا نمیخواد کسی زور بگه چیزی رو تحمیل بکنه. بالاخره منم حرفم نمیخوام از اونورم خیلی هیپی تی بی باشه که باید نظم باشه، باید بالاخره تو سیستم جامعه که ما زندگی میکنیم قوانین باشه، عواقب باشه، باید اون احترام و اون فرهنگ مدنی وجود داشته باشه. همه این چیزا زمان میبره، آموزش نیاز داره فلان، میدونی و خیلی پیچیده شده دیگه واقعا متاسفانه این بحث. خیلی از این طرف آدم میخواد بی خیال همه چیز بشه، ولی از این اونور نباید صبر و مسئولیت بکنیم و بگیم آقا بی خیال. باید واقعا آدم فعالیت بکنه توی اون دموکراسیش تا بتونه. بابا نمیشه. آقا تو چجوری میخوای بی خیال بشی؟ ببین بچه من الان تو مدرسه اینا به جای اینکه الان فکر بازی و اینا باشن، اینا اکتیو شوتر دریل دارن. یعنی 5 سالشونه. یعنی آقا مثلا اگه یه اکتیو شوتر اومد
چیکار باید بکنن سر کلاس؟ مثلا اینا مثلا برای زلزله چیز هست که مثلا میرن زیر میز و اینا، این برای اینا برای اکتیو شوتر دارن. بعد درهای مدرسه رو قفل میکنن، نمیدونم چی. بچه 5 ساله که بعد فقط فکر بازی باشه و خوش گذرونی باشه اینا، خب تو چجوری میخوای بیخیال اینا بشی؟ بیخیال بشی بدتر میشه دیگه. اون جیسن، یعنی اصل حرف جیسن زد دیگه، گفت بعد بری اون ایالتی سوینگ استیت. آره میگم دیگه، این بحث توی میدونی خیلی عجیب غریبه دیگه، چون تو از اون ورش ولی به یه جه مثل ایران فکر میکنی، خب که کاملا، و من اصلا این بحثم چیز نیستش در دفاع از سلاح یا گان یا هیچی نیستش، دارم یعنی یه کنجکاویه باز. واقعا میگم تو ایران چون مردم هیچی ندارن از خودشون دفاع کنن، خیلی راحت‌تر خب سرکوب میشن دیگه، میدونی. نه که بخوام تشویق کنم، میگم من هیچ وقت اصلا به دست به خشونت و هیچ وقت تشویق نکنم و نخواهم کرد زندگی. خیلی عقیده دارن ایران باید یه انقلاب خشنی بشه الان تو مرحله برسه، من دوست ندارم به اون خشونت برسه. ولی anyways اصلا به من ربطی نداره این داستان. این کلا بحث اینه که میدونی تو جوامع دیکتاتوری اونجوری هم مردم ایران جوری که دارن سرکوب میشن و جوری که نمیتونن از خودشون دفاع کنن، بازم این سوالا رو پیش میاره که اصلا این کانسپت ها در مورد حمل سلاح یا اینکه آدم ها چجوری بتونن به از طریق یه راه مدنی و یه راه مسالمت آمیزی به یک هدف اجتماعی برسن، میگم برای همین همین چیز قرارات میشه. چون از اون ور میگه با افراطی ها یا آدمایی که خیلی طرفدار گانن تو آمریکا سلام میگه نه ما اگر رو نداشته باشیم دولت آمریکا ما رو این کارو میگه، با اولدی همه چی رو کنترل میکنه، همه چی رو مانیتور میکنه. میدونید میگه تو چی میخوای با AR-15 میخوای بری وایت هاوس بگیر؟ البته سعی کردن این طرفدار ترامپ این کارو کنن، ولی بابا نظام ارتش و نظام آمریکا که اصلا نمیتونی که با یه چند تا تفنگ اوورثرو کنی اصلا. یعنی احمقانه است این فکر به نظرم، نمیدونم، یعنی من دارم بلند بلند فکر میکنم، یعنی دارم سعی میکنم بفهمم که تو سر اون ور داستان چی میگذره. یعنی من با هر کی صحبت میکنم میگه نه اگه ایران ببین تفنگ داشت الان ببین چی میشد، میگم دود داشته باشن. ببین اون دقیقاً من ایران رو نمیدونم، خیلی پیچیده است ایران، اصلا نمیتونم، بغض من نمیکشه که راه حل چیه. ولی یه چیزی میدونم که آقا اسلحه قوی، یعنی مثلا این چیزی که اینجا میفروشن، این خطرش اون ساید افکتش خیلی بیشتر از اون مثلا فرض اون چیزایی که اینا تصور میکنن اونایی که موافق این قضیه ان، انقدر برای اینکه این اسلحه میتونه بیفته دست آدمایی که کلی منتالی شیت دارن و اصلا تو غیر قابل پیش بینیه. یا مثلاً هم اینو چیه، فقط هم مجاز نیست که، اما دوستای من رو که اون طرف زد کش رفتش از یه بازار سیاه یه AR-15 خرید. میدونی یعنی اون آدم نه اصلا سیتیزن آمریکایی بود نه هیچی، نه اصلا زبان انگلیسی به زور حرف میزد، چجوری تونست بره یه دونه AR-15 از بازار سیاه پیدا کنه؟ اصلا من همون اونم پشمام میریزه واقعا، خیلی خطرناکه دیگه. آدم اصلا چون وجود اصلا به نظر من سلاح نزدیک بیشتر جمعیت میدونی یه لحظه است که یکی قاطی میکنه، به جایی که بره قدم بزنه اگه یه تفنگ بغل دستش باشه، میدونی نمیگم همه این کارو میکنن، چون آمار هستش برای همه این چیزا که آدمایی که حالا میگم اونایی که بحث میکنن با کلی آدم هستن که خب شکار میرن آمریکا، نمیدونم تو مزرعه هاشون تفنگ دارن، همه سیفن فلان کاری نمیکنن، اینا رو هم درک میکنم. مثلا میگم آقا تفنگ خب شاتگان که مثلا نمیشه صد یا عالم آدمو کش، مثلا اینا مجاز باشه، ولی این ماشین گانا و این مسلسلا و اینا رو خیلی استریکت هستند، یعنی اسالت رایفل ها رو واقعا اینا نیازی نیستش که دست یه سیتیزن معمولی باشه. ولی میگم دیگه آره، یونیورسال بک‌گراند چکس خیلی ایده زیاده که بدون اینکه دست به سکند امندمنت بزنی بیای کنترل کنی این قضیه رو، ولی نمیذارن تو سطح قانونگذاری، نمیذارن اینا پیش بره. و الان سوپریم کورت هم که الان دیگه اونوری افتاده، خیلی احتمال تغییرش خیلی کم شده. بریم سر چیز بگو، بریم آقا بریم. میخواستم بگم فقط خیلی چیز بگو آقا بگو، خیلی پرسونال لول این رو من تاثیر می، هم که میگی چجوری نویگیت میکنی، من نمیتونم نویگیت کنم، من مثل خر گیر کردم تو گل و خیلی رو من تأثیر میذاره به لحاظ ایموشنالی، که مثلا میبینی که اصلا برای جون آدم ها ارزش قائل نیستن، مذهب انقدر داره جون میگیره، نمیدونم زنا نمیدونم رو بدن خودشون دیگه کنترل ندارن، اصلا نمیدونم خیلی مغز آدم درگیره دیگه و هیچ راه حلی هم ندارن. من فقط هم دستیمو
هرس میخوریم. میگم حالا سوال بعدی هم به همین ربط داره که چجوری دیل میکنی؟ من میگم یه ذره تجربه سایکدلیک داشتی، یه ذره ورزش مثل که خلکی شروع کردی چند وقته، یه نمیخوام بدونم که برای منتال هلت خودتو چه راهایی ورداشتی که چون اون دنیا تو میدونی تو فقط بحث این چیزای حالا سیاسی فرهنگیش نیست، بحث پول و قدرت سیلیکون ولی و اینا هم خیلی میدونم تاثیر گذاره. یعنی من دوستایم دارم که اونجان آدمایین که میگم وقتی یه جایی تو متمرکز اینقدر پر آدم پولدار و قدرتمند و تاثیرگذار است، اینم خودش یه رقابت‌ها و یه سری تاثیراتی روی مغز و روح آدم میذاره. ببینید میخوام بدونم که کلا چه جوری دیل میکنی، حالا چه با مسائل دومستیک آمریکا چه مسائل شخصی خود تو سیلیکون ولی، راه‌های دیل کردن چیه؟ اولا که من دارم استراگل میکنم، خب یعنی مثل خودت هم به جای خاصی نرسیدم. سعی میکنم که دیل کنم ولی به سخته. خب من خیلی ورزش من دوست دارم، ورزشم خیلی ورزش استقامتی روحیه من میخوره. یعنی تنها مثلا فرض کن میدوام یا هایک، مثلا هایک های طولانی دو چرخ سواری، حالا رود یا ماونتین، و این اصلا برای من خیلی اثر چیزی داره، حالا بدنی که مثلا از لحاظ جسمی خب قوی میشه، قلب و عروق و عضلات و اینا، ولی خیلی اثر درمانی هم داره روی منتال هلت. و من اینا مثلا تو ایران من خیلی کوه میرفتم، خیلی به صورت خیلی زیاد کوهنورد بودم، همه کوه ها رو میرفتم و نمیدونم از دماوند بگیر تا علم کوه با گروه کوهنوردی دانشگاهمون میرفتیم و چقدر من داستانه باحال دارم از اون موقع. و خیلی از لحاظ با کوهنوردی هم یه ورزش خیلی سنگینیه دیگه، هم استقامتیه و مثلا طولانی مدت. و اومدم آمریکا چند سال دیگه تعطیل شد، بعد از اون شروع کردم میخوره هایک و اینا. توی من موقع الی زندگی میکردم، یه کوهی داره به اسم ماونت بالدی، تو الی بودی تو درسته؟ آره. اون سمت ولی سان فرناندینو ولی، اون جاده که میره به سمت وگاس، اونجا یه سری کوههای بلند داره. یکی از اون کوهها اسمش هست ماونت بالدی، یه کوهیه که بالاش هیچی نیست، شبیه یه سری که کچله، بهش میگن ماونت بالدی. بعد یه کوه سخته هایکش و من اونو میرفتم هر هفته، خیلی دوست داشتم، تنها پا میشدم میرفتم. یه دوره‌ای هم بود که من خانمم ایران بود و اصلا کلن از لحاظ روحی اوضاعم خوب نبود، چون پدر خانمم مریض بود و رفته بود ایران، کلن خوب نبود اوضاعم. و من میرفتم کوه، میرفتم صبح میرفتم شب میومدم، حدود مثلا فرض کن 7-8 مایل هایک بود و مثلا 5-6 هزار فیت هم ارتفاع میگرفت. و بعد من یه بار یه تابلو دیدم نوشته بود که ماونت بالدی ران تو دی تاپ. خب گفتم یعنی چی، مثلا مگه کسی میتونه مثلا اینو تا اون بالا بدوه، مثلا اصلا امکانش مگه هست، مثلا یعنی چی ران تو دی تاپ. بعد رفتم تو وبسایتشون دیدم آره یه مسابقه ای که هر سال اینجا برگزار میشه، بعد مردم از اون پایین کوه تا اون بالای کوه میدوئن، واقعا میدوئن. بعد گفتم مگه میشه، مگه کسی آدم مگه میتونه تا اون بالا بدوئه؟ این مثلا قضیه شد مثلا 10 سال پیش بود. بعد دیدم نه مثلا اینکه هست میدوئن. بعد من شروع کردم همون یه خورده دویدن، گفتن یه کر میرفت توی وجودم که چه جوریه، مثلا چه جوری میشه تا اون بالا دوید. خب سربالایی بود، یه کوه بود دیگه، مثلا فکر کنم مثلا تا تو بالای توچال میدویدن. آقا بعد یه خورده دویدم و بعد مثلا از خیلی کم شروع کردم، یه مایل دو مایل، بعد مثلا کم کم اون خوشم اومد. یه مهمون باحالی هم داشتی چند وقت پیش توی ترکیه بود، اونم دویدن رو کشف کرده بود. آره بعد هم آروم آروم شروع کردم دویدن و اصلا انقدر من خوشم اومده بود از این قضیه،
و شروع کردم. بعد برای خودم هدف گذاشتم، مثلا 6K، مثلا 5K، 10K، مثلا اینا رو برای خودم مسابقه میدادم و مسابقه شرکت میکردم، تا اینکه اون وقت اون مسابقه ران تو د تاپ مانت بالدی شد و گفتم آقا من میخوام بیام. بعد ثبت نام کردم ریسر رو و خیلی تمرین کردم براش. رام نمیدونی چقدر تمرین کردم برای اون مسابقه. از این چیز عجیبی، مثلا میرفتم اینطوری تعریف میکنی من داره خستم میشه اینقدر کنگوش آدم. ببین میرفتم روی مثلا برای که تپه رو سیمیولیت کنم، میرفتم مثلا روی تردمیل شیب بالا میذاشتم میدویدم، نمیدونم از ضربان قلبم رو کردم. و آقا رسید به اون مسابقه و آقا من تو اون بالاش دویدم هر جوری بود. آره خیلی چه حسی داشت؟ حسی که خودت داشتی برای دیگه؟ خیلی خیلی ببین اصلا کلا تو کوهنوردی اون من اون مسیره خیلی برای من اون جالبه، تا اینکه به با اون بالا که میرسم خب یه حسیه که مثلا بعد تو گوشت سوال دارم هدفون داری موزیک گوش می‌کنی پادکست یا نه فقط به طبیعت؟ هیچی با فکر خودتی؟ نه ببین حالا اونم بهت میگم که جذاب اون اثر تراپیوتیکش از کجا میاد، که مثلا صدای پای خودم انقدر برای من قشنگه، یا مثلا صدای نفس کشیدنم. خب اون صدای نفس کشیدنم به من داره میگه که الان تو بدن من چی داره میگذره. خب چون ببین تو خیلی باید مایندفولنس دیگه، خب یعنی تو باید ببین مثلا اون مسیره برای من همین که گفتی چه حسی داری که به قله میرسی، تو اون قله خب احساس خوبی داری خب، ولی از اون برای من جالبتر و بهتر اون مسیر است که داری میری بالا، زور میزنی مثلا فرض کن اون سر بالا یا رو داری میری یا میری بالا، که برای اینکه تو خیلی باید تو خودت تمرکز بکنی، یعنی مثلا هدفون اینو تو گوشت باشه نمیشه، یعنی مثلا اصلا نمیتونم تمرکز، یعنی اصلا نمیشنوم اون یارو چی داره میگه، خب اصلا حالم نمیده. برای اینکه تو طبیعتی مثلا این همه اون سکوت طبیعت، صدای پرنده ها، صدای پای خودت، صدای نفس کشیدنت، اینا اوناست که به تو انرژی میده و اون مایندفولنس، یعنی تو لحظه هستی. خب ببین بعضی ورزش میکنن رام و اصلا فکر نمیکنن به اون ورزشه و این به نظر من اون اثر درست نمیذاره. خب مثلا به یه چیز دیگه دارم فکر میکنم. اینه تو وقتی ورزش میکنی باید خیلی تو لحظه باشی و تو خودت بری، تو خودت مثل این وچه مشترک ورزش با سایکدلیکس همینه. سایکدلیکس میری تو خودت، خب ورزش هم همینه. انقدر تو تمرکز داری رو اون کاری که داری میکنی، اون اثر تراپیوتیکش از اینجا میاد و اون مسیر اینو بهت میده. حالا اون سامیت که میرسی خب یه چیزه، ولی اون مسیری که داری میری بالا اینو بهت میده. ببین مثلا من با دوچرخه که میرم، دو شرخ سواری من خیلی زیاد میکنم، ببین انقدر تو مغز 100% مغز پروسسینگ پاور مغزت درگیر دو شرخ سواریه. برای اینکه تو ببین مثلا جاده رو داری میری، مثلا فرض کن سرپاینی داری میری با سرعت، تو مغزت داره پروسس میکنه که او مثلا فرض کن که اگه الان یه چاله چوله توی جاده باشه من الان به گاه میرم مثلا، خب یا مثلا اگه یه ماشین سر پیچ بیاد من بعد اینو مغزت بدونه که خودت بدونی داره پروسس میکنه مثلا چیزا، داره جاده رو و دائم داره پردیکت میکنه که مثلا بدترین اتفاقات چیه، مثلا حواست باشه. خب و از اون ور داره مثلا تو به بدن خودت میخوای بدونی که مثلا خیلی اوور استرچ نکنی، چون مثلا میخوای مثلا فرض کن چه میدونم 50 کیلومتر بری، خب تو اگه همه انرژی تو اون اولش صرف کنی، همه اینا رو داری تو مغزت داری پروسس میکنی. خب و من خودم هیچ وقت اینجوری نیست که مثلا یه چیزی بذارم تو گوشم، مگر اینکه مثلا برم دور نیبرهود بخوام مثلا پیاده روی بکنم و اینا، آره مثلا ای بوک و مثلا مسی و راستی اینا رو گوش میدم، ولی مثلا موقع ورزش نه اصلا نمیتونم من. یعنی به نظر من درست نیست اصلا. از تجربه سایکدلیکست بگو، چجوری باش آشنا شدی؟ مایکرودوز کردی؟ خرکی زدی؟ تریپ کردی؟ به کهکشان سخت چسبیدی؟ کجا رفتی؟ آره اونم بگم. ببین قبل از اینکه اونو بگم، این بقیه دویدن رو بگم. بگو. ورزش رو، چون اینا به نظرم جالب بود. بعد از اون انقدر خوشم اومد، بعد دیگه رفتم ماراتون و اینا، ماراتون جاهای مختلف شروع کردم دویدن. و آها اینم بگم که بعد یه مدتی
مثلا میبینی که اونقدر پیشرفت نمیکنی دیگه تو دویدن، خب بعد دیگه شروع یا مثلا مصدوم میشی، پاهات مثلا زانو درد میگیره، ساق پات، مچ پات، کف پات، انقدر من کلکسیون مصدومیت دارم. بعد مثلا مجبوری بری بخونی، مطالعه کنی، خب بگی که خب بعد انقدرم ریسک، اصلا یه دنیاییه دنیا دوید. اصلا تو آمریکا اینجوریه که مثلا تو هر زمینه رو شروع میکنی یه دنیای جدیدی برات باز میشه. بعد آره شروع میکنی خوندن و از لحاظ علمی بررسی میکنی که چه وقتی میدوی چه اتفاقی تو بدنت میفته، و این کمک میکنه که هی مثلا یه لول بهتر بشی، بعد مثلا ماراتون میری و فلان و اینا. آره بعد آره ماراتون و اینا میدویدم دیگه، دو شرخ سواری و درزشه بیشتر اینجوری که اندیورنسه، چی میگم بهش، خود اونو ولی همتی میخواد دیگه، استقامتی. من آدمیم که اصلا نمیفهم، یعنی من میرم یه ذره میدوام میگم چرا دارم میدوام، یعنی این حتی منم میگم از اون ور اون خیلی راحت آدم وامیده به فکرهای منفی دیگه که کویت کنه بی خیال یه چیزی بشه، اینو بخصوص وقتی که بحث سلامتی و این چیزا، بابا میرم یه شات میزنم و یه سیگار میکشم و کنه لقمه. ولی واقعا میگم هر روز یه ذره تلاش میکنم، مثلا تو این هفته چند روز رفتم جیم، ولی مثلا میرم هم یعنی با هزار تا فوش و غور و کنگ و شادی و یعنی هر وزنی رو که میزنم و دارم نمیدونم چی کار کنم تو خودم که این علاقه، شاید باید این یه پروگرسی و مثلا برای خودم یه گول ست کنم ببینم. قبلا پارسال که بود یه ترینر داشتم، یه دو ماه خرکی داشتم ورزش کنم، حال میداد اون، ولی خب اونم نمیشه که آدم همش چون گرون بود اون نمیدونم. گول برای بعضی کار میکنه رام، یعنی برای من که حداقل کار میکنه که یه گولی رو میذاری، مثلا امسال چه میدونم میخوام تریاتلون مسابقه تریاتلون شرکت کنم، مثلا این گوله خودش کمک میکنه. بعد زندگی رو یه استراکچری به زندگی میده، من کل زندگی من وقتی که مثلا شروع میکنم تمرین برای یه مسابقه ای، بعد اصلا کل زندگی من حول اون شکل میگیره، مثلا چه میدونم لانگ ران من مثلا چه میدونم ویکند انقدر، بعد مثلا فرض کن در طول هفته مثلا اینقدر میدوام و اینا، کلا یه استراکچری به زندگی من میده که اون استراکچر رو من دوست دارم. اوایل پادکست داشتی میگفتی من زیاد پشنی ندارم، ولی جوری که در مورد دویدن حرف میزنی و ورزش به نظرم یه هیجان و یه عشقی بهش داری. نه خیلی دوست دارم. آره نه خیلی. آره که خیلی اون، یعنی من اگه میتونستم چیز بشم، اگه برمیگشتم برگردیم اون 20 سال پیش که علاقه واقعی ما پیدا کنم، میرفتم توی رشته های ورزشی. حالا شاید مثلا ژنتیک من مثلا به ورزشگاه حرفه‌ای نخوره، ولی مثلا چه میدونم فیزیک ورزشی، چی بهش میگم پزشکی ورزشی، از اینجور چیزا که مثلا سر و کار داشته باشی با اون با ورزشکارا. ما رفتیم چیز کلرادو هفته پیش توی یه شهری به اسم کلرادو اسپرینگ، کمپ ورزشی تیم یو اس ای اونجا، یعنی چون که ارتفاعش بالاست از سطح دریا، اونجا مثلا کمپای المپیک آمریکا اونجا برگزار میشه، برای اینکه بهشون یه دونه اج بده وقتی که برمیگردن پایین، این استقامتشون سخت‌تره اونجا، اکسیژن چون کمتر میرسه، برای اینکه بلاد رد بلاد سلا اونجا چون اکسیژن کمتره تو خون بیشتر ترشح میشه، چون باید چیز بشه دیگه جبران کنه اون که تو هوا اکسیژن کمه. برام وقتی یه دوره تو ساعت دریا یه ذره قوی ترن ها، زیاده دوپینگ طبیعیه دیگه. آره دیگه بلاد ترانسفیوژن، نمیدونم داستانش، لنس آرمسترانگ این میومد اون موقعی که رد بلاد سلاش زیاد بود، خونشون رو میآوردن بیرون ذخیره میکردن، فریز میکردن، و تو تور دو فرانس مثلا فرض کنید که بعد از چند تا استیج اون خون رو برمیگردوندن، خونی که پر رد بلاد سله برمیگردوندن. به خاطر این بود که اون چیز شد محروم شد، یا به خاطر یه دوپینگ یه چیز دیگه بود؟ نه دیگه این بلاد ترانسفیوژن، یه دکتر معروفی بود دکتر فراری که پزشک لنس آرمسترانگ بود، و اون این کار رو براش میکرد، یعنی میومدن از ماها قبل خون با کیفیت رو میآوردن بیرون. خیلی سخت دیتکت این، ببین چون تو اگه مثلا آزمایش ضد دوپینگ اینجوریه که تو مثلا خونو میگیرن بعد نگاه میکنن ببینن یه کمیکال چیزی اونجا هست یا نه، بعد ولی این چون خون خودشه اصلا نمیشه دیتکت کرد. چجوری فهمیدن آخرش؟ ببین خودش اعتراف کرد، یکی از همتیمیاش و اینا لو داد
و دیگه انقدر اوضاع گندش در اومد، دیگه اومد تو برنامه آپرا و اعتراف کرد و اصلا خیلی اسکندال بزرگی شد و اصلا نابود شد دیگه لنس آرمسترانگ، چون یه فیگری بود که تو آمریکا اصلا کمتر یعنی انقدر این لنس آرمسترانگ معروف بود. ببین برای اینکه اون بتلش، برای اینکه سرطان گرفت، بعد سرطانش شکست داد، بعد برگشت تو تور دو فرانس و دوباره قهرمان شد چند سری، اصلا این خیلی یه فیگر خیلی بزرگی بود تو آمریکا و اصلا چنان این بعد از اون برنامه آپرا چیز شد، خیلی از اوج رفت دیگه، نابود شد. حالا بگذاریم. آقا این ما رفتیم تو این کمپ تیم آمریکا و من اصلا گفتم شید من کاش اینجا کار میکردم. تورج خیلی خیلی حال کردم با ترسیدم، خیلی گفتگوی امروز با حال بود و جذاب بود برای من و همونجور که مطمئن بودم قرار بود بشه. آخره پادکست هم دیدی که هر از گاهی میپرسن، آتا امروز خیلی چیزا رو تو اعتراف کردی به دنیا در مورد خود که فکر کنم پشمای خیلی ها بریده. ولی آره من الان فکر کنم دوستام اینو بشنم میگم این دیگه کیه، نه خیلی تو نمیدونستن. خب خوبه دیگه، آدم چرا نباید بتونه با حتی دوستای خودش و نزدیکترین آدمای خودش اینقدر لخت و راحت باشه؟ چرا باید میدونی یعنی این اداهای اجتماعی و فرهنگی که من فکر کنم در میاریم بعضی وقتا اینه که خیلی 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 با که دوستام صحبتش بود چند روز پیش و اینا که میدونی مثلا یه سری آدمایی هستن که این ور دنیا چه میدونم طرفداری از جمهوری اسلامی میکنن ولی در واقع دارن از تمام میوه ها و تمام ثمره چه خوبی های دنیای غرب دارن لذت میبرن، از اون بر مثلا میگن وای مثلا سلیمانی چقدر خوب بود فلان، یعنی مثلا میدونی ولی عملشون نشون میده تای خطش چه جور آدمه. این ور دارن زندگی ما، این ور دارن بدون روسری و حجاب و مشروب خوردن و عشق و حال میکنن، حالا حرفش هر حرفی میخواد بزنه، میدونی چی میگم؟ یعنی تای خطش اون عمل خودمونه و چه بهتر که بتونه این جفتش یکی باشه اون چیزی که هستیم، به جای اینکه ادای چیزی رو در بیاریم برای اینکه حالا اینترنت پوینتس بگیریم یا چه میدونم چیزهای خودمون رو حفظ کنیم، منافع خودمون رو حفظ کنیم یه جوری توی یه نقطه دنیا. به نظر من اتفاقا آدم ها بیشتر باهات حال میکنن اگه اونو واقع تورج واقعی رو باهاش آشنا بشن به جای اون تورج فرمالی که میدونی آدم خیلی انتلیکچوال و ادوکیتد و صاف و صوف و فلان، یعنی تورجی که هم خوبی داره هم بدی داره هم عیب و ایراد داره و تجربه عجیب داره. سیلیکون ولی رو نمیشناسی رام، جو تخمی داره اصلا، خیلی یه بودی هن آدم ها. من تنها دلیلی که اینجا رو دوست دارم طبیعت و اون ریلا و ایناشه، وگرنه اصلا توی جو دیگه هن دیگه، نمیدونم خونه بخریم، نمیدونم جابمون، پروموشن فلان. یه اپیزود میخوام درست کنم دوستایی که تو سیلیکون ولی دارم مثل میز گرتوری بیارم دور هم و با هم بشیم یه صحبتی بکنیم در مورد این بحث و اینکه میدونین چون خیلی 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 کنجکاوم ببینم یه نگاهی داخل اون سیستم اونجا، داخل اون رقابت، داخل اون بازی قدرت، داخل اون توهمای چی میگم به انگلیسی delusions of grandeur، آدمای خود بزرگ بینی که حالا ممکنه کسی خیلی وقت آخه دیدی که مثلا این آدمای تکیو که میبینم حرف میزنن یا تاک میزنن خیلی وقت رو مخم میره، میدونی یه حالت پیغمبرطوری الان نردا میدونی شدن سوپر هیروهای دنیا، میدونی چی میگم؟ من نمیگم اینو به عنوان چیز بد نمیگم اصلا، الان دور اوناست و ولی وقتی که میبینم بعضی از این تاک ها جوری که ایلان ماسک رو میپرستن مردم، نمیدونم خیلی برام خیلی ترن آف، هر کیو تو بپرستی، هر کسی رو انقدر بوت بکنی، برای من همیشه چیز ترن آفی بوده. برای منم هست رام، منم خیلی به قول معروف فیتین نمیتونم بکنم تو این چیز، ولی دیگه هستیم دیگه، چاره دیگه هم نداریم و دوست دارم کارمو، دوست دارم، ولی خب آدمایی که هستن خیلی چیز نیستن. ولی خب هممون همین کارو میکنی، یه اپورتونتی کاسته به قول معروف، که تو داری یه حقوق خوب میگیری که یه جای خیلی خوب تو دنیا زندگی کنی که بچه تو بهش بهترین امکاناتو بدی. تحمل کردن چند تا آدم تخمی هم اوکیه، آدم باش کنار میاد. برای میگم هممون این چیزو داریم دیگه، یعنی باید یه کامپرومایز هایی تو زندگیمون بکنیم، ولی بیگر پیکچر به نظر من جای خیلی خوبی درستی هست. من یه کانورسیشن شنیدم از دو تا دوستم توی دور هم جمع شده بودیم، اصلا انقدر
این داشتن سعی میکردن چیز کنن، رقابتی بینشون بود که مثلا تیم کی بیشتر توش آدم هست. خب اینو مثلا یه جا توی یکی از شرکت ها منیجر بودن، اون از اون میپرسی که چند نفر تو تیمته، یعنی کامپیتیشن این بود که مثلا تیم کی بزرگتره، یعنی مثلا قدرت کی بیشتره. خیلی برای من اصلا انقدر زده شدم از این کانورسیشن، حالم گرفته شد. یعنی چه؟ خب مثلا چه اهمیتی داره تیم کی بزرگتره؟ نمیفهمم. قبلا این بود که آقا دول کی بزرگتره، الان کی بی سری ترین الگوریتم رو می نویسه. تو رو اتفاقی خیلی حال کردم با حرف زدم امروز. میگم اگر چیزی هست که بخوای بگی، و میگم امروز خیلی چیزا رو گفتی. یه چیزی بود رام، اینو خیلی دوست داشتم بهت بگم. یادمه توی برنامه آرش صبحانی گفتی که مدرسه سلمان فارسی میرفتی. خب منم همون مدرسه سلمان فارسی میرفتم، ولی فکر کنم تو یکی دو سال بزرگتر بودی دیگه از من. بعد یه تصویری همیشه تو ذهن، بچ عجب مدرسه لاتخونه ای هم بود رام. آره. خیلی لاتولوتایی، اون محله زرگنده توی قلهک همه لاتولوتاشو میومدن تو اون مدرسه، و چاقو کشی و مدرسه راهنمایی بود، ولی سیگار چاقو کشی خیلی چیز بود. بعد این اگه یادت باشه هر کلاسی هم دوست گندلات داشت و وضعی بود اون مدرسه. من اون موقع من فکرم اول راهنمایی بودم، و من بابام رفته بود مسافرت کانادا، برگشته بود و یه کتونی برای من آورده بود، یه کتونی سفید خوشگل، خیلی هم برام بزرگ بود، فکر کنم یکی دو تا سایز بزرگتر بود اون موقع، اصلا به زور تو پام میرفت، یعنی اصلا راه میرفتم اینطوری در میومد از پام، خیلی بزرگ. من ولی صبر نکردم که اندازم شه، با همون اومدم مدرسه. بعد به همه دوستام هم نشون میدادم که این مثلا بابام از کانادا، پوز که مثلا بابام از کانادا آورده و اینا، و این خیلی تو ذهن من مونده. یه بچه بود که مثلا از ما بزرگتر بود، خیلی هم کول بود و از این مثلا بچه معروف ها بود، و این دیدم که یه جا تکیه داده به دیوار، و من چون از ما بزرگتر بود آدم هم حساب نمی کرد مثلا منو، بعد رفتم کنارش وایسادم و مثلا خیلی ریلکس و کول و اینا گفتم که این کفش رو از خارج برام آوردم مثلا فلان اینا، که مثلا که تاییدش رو بگیرم اون بچه کوله رو. خب و اونم یه نگاهی کرد و مثلا هیچی نگفت رفت. خب بعد این تصویر تو ذهن من مونده بود، و بعد که گفتی سلمان فارسی میرفتی، گفتم نکنه اون پسر که این بود، نکنه تو بودی رام. نمیدونم قیافه ای که تو ذهنم مونده یه خویه شباهتایی به تو داشت، یه همچین چیزی تو ذهنت نیستش؟ من تنها چیزی که دارم که میگم، جوری که با جیسن با هم آشنا شدیم تو مدرسه خیلی خنده دار بود، که فهمیدن دو تا بچه خارجیه، دست ما رو مثل دو تا عروسک گرفتن، گذاشتن دست هم دیگه، گفتن آقا شما رفیقین تا ابد، و تا الانم قدیمی ترین دوست زندگیمه. بعد یادمه که دکه مثلا کالواس میرفتیم، میخوام نیسانی چه کالواس، من خیلی بچه چهر و چیزی بودم، بسکتبالم هم خوب بود و خیلی رفیق باز و اینو دارم، از این طرف همه یه سری آدم بودن که میخواستن رفیق هم باشن، از این طرف هم آدم بودن که میخواستن بهم تجاوز کنن و ترتیب هم بدن، یعنی همشه یه جنگی بود. و و من یادم این داستان خنده رو که از اونجا یادمه، میدونی چیه؟ یادمه که یه سری بچه ها برای که میخواستن دوست من باشن، میرفتن اگه یاد باشه نوشابه کن خیلی گرون بود، نوشابه شیشه یا ارزون تر بودن چون ایرانی بودن، ولی کن چون خارجی بود، کن مثلا مال بچه پولدارا بود. بعد این یادم یه بچه‌ای بودن که مثلا هر روز میرفتن دکه برای من کن پپسی می‌خریدن که من رفیقشون باشم. دقیقا همین دیگه. من جیسن میگفتم بره این کنها رو جمع کنه. واقعا آدم بچه که هستش نمیدونه چی به چیه دیگه، واقعا یعنی برام خب ولی برای خودم خیلی عجیب غریب بود، گفتم مثلا چرا اینا انقدر دیوونن که میخوان برای من کن پپسی بخرن رفیقم. بعد کالواس رو یادت، اون نون باگت فقط یه کالواس بود با یه خیارشور توی نون باگت آشغالی که اصلا مزه سنگ میداد، نه سس داشت نه هیچی، همین یه دونه لایه کالواس آشغال، یه دونه خیارشور نون سنگیه. آره بعد برای همین چی شد دیگه، بعدن یه چند سال بعدش این ساندویچ هایدا باز شد اونجا. آره.
بعد هایدا نمیدونم یادت دیگه لاکچری بود دیگه هایدا دیگه اون موقع لاکچری بود انقدر توش کالباس و بعد توش پر مایونز یعنی من امکان نداشت یه ساندویچ میگیره که کل لباسات همه مایونز میشه و اون موقع خب خیلی معروفه به خاطر همین دیگه مثلا انقدر یهو کالباس میذاشت و باحال بود ولی اون مدرسه سلمان فارسی خیلی تجاوز و اینا خیلی بد بود توش خیلی من تجربه من یه بغل دستی داشتم من چون مثلا درسم و اینا خوب بودم جلو میشستم ولی این بغل دستی منم خیلی هیکلش من همه زندگیم تای کراس بودم من همیشه بچه من یک من تمام زندگیم فقط میز آخر نشسته بودم یعنی تمام زندگی یعنی چون فقط از اون پشت میتونستم همه شیطنت و خرابکاریام بکنم قشنگ هیچ وقت نتونستم جلو بشم نه منم دبیرستان رفتم تای کراس ولی این بغل دستی من چون هیکلش کوچیک بود اینو خیلی اذیتش میکردن خیلی بعد اینم چون برای اینکه خودش اثبات کنه این مثلا یادمه با یکی دیگه کل گذاشته بود همین که تو میگی دولکی بزرگتره و اینا مثلا نه تو دستشویی مثلا که مالکی بزرگتره بعد اینم ضعیف بود میگرفتنش اذیتش میکردن خیلی برای من خیلی منم عقلم نمیرسید که مثلا اینو به یه جایی گزارش حالا نمیدونم گزارش بدیم مثلا کاری میکنن نمیکنن ولی خیلی برای اون من گفت تعریف کردم دیگه تو مرسه میرفته به ناظم آقا اینا انگوش میکنن ما رو ما ناظمه میخندید مدیره میخندید میگونم برو گمشو بیرون اصلا یعنی میبینیم بعد بچه من از آمریکا اومدم سسول مسول نمیدونستم چی به چی اصلا یعنی چی این کارا اصلا این بازی های سکشوال و تجاوز و این فرستریش اصلا نمی گنجید یعنی باید با کتککاری و دعوا از جون خودم دفاع میکنم هر روز با یه چش سیاه میمادم خونه مامانم با ما بودم چی کار میکنید تو مدرسه تو یعنی و ببینیم میگم همین حالا بچه داری و این بحثی هست من یا هیچ خیام نمیره اولین بارم که مشت زدم تو صورت یه نفر دیگه چقدر حس خوبی داشت یعنی خیلی ترسیدم از اینکه چقدر خوشم اومد از این خوشونته چون همش خودم قربانی خوشونت بودم بالاخره وقتی که یه ذره گندشتم و تخ پیدا کردم که آقا دیگه باید خودم دفاع بکنم و ترسیدم و دیگه توی ادالتهود دیگه دوام نشدم همیشه میگم تو بچگی کلی کتک کاری میکردم ولی همیشه اون حسه با همون که چقدر عجیبه این خوی این خشنی که تومون وجود داره یعنی این اون لحظه که خودم رو خالی کردم سر یه نفر خیلی حس عجیبی بود و خب بچه وقتی بود نباید یه بچه بود اینجوری نمیدونم این چیزها رو تجربه بکنه دیگه شاید هم باید بکنه شاید هم باید بکنه نمیدونم شاید هم باید بکنه آره. ببین من این دارم بهت میگم که من مثلا اگه بچه تو بولی بشه مثلا بهش چی میگی؟ میگی آقا مثلا برو به ناظم بگو یا نه برای خود دفاع کن وایسا مثلا نظر به زور خیلی بگه. سخته همه میگم آدم نمیدونه من نمیدونم راه درستش چیه منم نمیدونم ولی من کاری که میکنم اینه که سعی میکنم یه خورده بازیای یه خورده هارشتر مثلا با پسرم بکنیم خب مثلا اجازه میدم که مشت محکم بزنه تو بازی ها خب یه خورده مثلا خالیشه اون احساسش که مثلا چه میدونم خیلی دردم میگیره با لگد میزنه مشت میزنه و اینا ولی مثلا با هم دیگه بازی منم یه مشت بهش میزنم منم یه ذره که مثلا دردش بگه خیلی نه ولی سعی میکنم که اون خشونت رو بهش بگم که نه اوکیه خشونت یعنی یه حالت بیاد بالا که مثلا توش مخفی نشه که بعدا تو مدرسه بزنه مثلا یه کار عجیبی بکنم اینو من خیلی باش نمیدونم درگیرم که چجوری همین مثلا فرض کن که با چه لنگویجی بهش بگی که مثلا چجوری از خودت دفاع کن مثلا اینا رو هنوز من نمیدونم چجوریه خودم دارم کشف میکنم ولی مثلا سعی میکنم که بازیایی که با هم میکنیم یه خورده مثلا خشونت کنترل شده توش باشه تو بازی آره دیگه یه جوری اون حسی که خالی میشه چون هممون فکر میکنم داریم اینو این انرژی رو فقط باید یه جوری به نحو درستی با ورزش با چه میدونم با هر چیزی پیاده روی فلان نمیدونم به یه نحوی باید این انرژی خالی بشه سکس حالا هر چی نمیدونم چون این جمع میشه به نظر من این خشونت درون ترکیب با عقده جنسی و نیازهای جنسی بگم بهتره با همه این چیزا ایناست که باعث میشه جامعه ها به نظر من یعنی به نظر من تاثیرگذارترین چیز توی جامعه ما عقده جنسی مونه شاید مثلا آدمای دیگه بگن هزار تا مسئله دیگه داریم اینو و من میگم ریشه 90% مسائل اینه وقتی که یه سری آدمای بیشور بدیمش بچه میگم با حجاب سرش باشه نرن توی مثلا تئاتر برقصن ممکنه تحریک بشن اون مغز فاسد مریض اون آدماست
که این فکر رو اون برداشت رو میکنه، میدونی؟ و تو جامعه‌ای که اگه درست این چیزا آموزش داده نشه، روابط خیلی سالم‌تر و ریلکس‌تر و نورمالایزتر نشه بین تمام جنس‌ها، میدونی؟ این عقده ها تبدیل میشن به چیزای خیلی بدتر تو زندگی. یعنی این انقدر چیز ساده‌ایه که میگم دیگه، اصلا عجیب غریبه واقعا. من هنوز مثلا میبینم آدمایی که میگم چه رو تصمیم رو بدن زنه و بارداریش، چه جور لباسی که میخواد بپوشه، چه جوری میخواد خودش رو بیان کنه. ادبیاتی که میبینیم هنوز توی جامعه ما، حتی همه جای دنیا وجود داره، خیلی خیلی ناراحت کننده است. چون آقا این آدم اگه دوست داره خودش رو اینجوری بیان کنه، ابراز احساساتش رو بکنه، به تو چه ربطی داره؟ ببین تو کجا از یه جای درون خود، از یه کمبود خودت که تو داری اینجوری واکنش نشون میدی دیگه. و این یه چیزی که باید همچنان روش کار کنیم دیگه، به معنی جامعه، تا بذاره بهترش. آقا من تو رو ول کنم تا صبح فک میزنیم. آقا من ببندیم پادکست رو. من خودم شاش دارم، برم زودتر، انقدر آب میخورم و اینا. دارم سعی میکنم این روزا مشروب کمتر بخورم. میگم چند وقت تو پادکست هم گفتم، یعنی حالا قبل از پادکست مثلا یه ذره شات کی بزنم، یه ذره جوینت بزنم و اینا. حالا ولی دلم خودم بعضی وقت تنگ میشه برای اون دورایی که سوپر مست و چت بودم، اون اوایل پادکست که اصلا از خود بی خود بودم. ولی اینم جزی از سفرها و بالا پایینای پادکست خودش دیگه، این جزء اِوولوشن پادکست دیگه. دقیقاً خودتی دیگه، مثلا یه دوره زیاد میزنی یه دوره کم میزنی. آره نمیدونم علی که ادا در بیارم هر روز مثلا مست و فلان و چی اینا، در حدی که در توانایی هست. نه ولی من خیلی منتظرم بیای کالیفرنیا. و یادم یه بارم با جیسون صحبت میکردی که کجا زندگی کنی یا اینا. آقا تگزاس مگزاس نری، یه موقع کسخل میزنن نابودت میکنن. میگه هر دوی چیزی تو ادراب خودشو داره. من خودم فکر میکنم نداره. آقا نداره. من خودم ایدئال ترین جایی که دوست دارم یه روز مزرعه خودم بخرم، دقیقا شمال کالیفرنیا نزدیک مرز اورگان، همون جایی که تو میگی سمت پارادایس و کنار دریا، نزدیکتر به کنار دریا. آره نزدیک به دریا. و اون منطقه رو خیلی دوست دارم، نزدیکای ردوودز و بیگ سور و فلان. ببین که ما یه جا رفتیم پارسال، یه رودخونه هست به اسم کلمات ریور. کلمات یه قبیله سرخپوستی هم مثلا که اونجا اصلا چیز دارن، چی میگن، خونه زندگیشون اونجا هست. و یه رودخونه خیلی قشنگه، اصلا یه جای رویاییه که هم دریا داره، جنگل داره، دقیقا یه مثلا خیلی 50 مایل با اورگون فاصله داره. اونجا برای من جای رویاییه، هیچ جای دیگه تو آمریکا. من فکر میکنم به احتمال زیاد باید موف کنم اول LA، چون برای کار و درآمد، چون مجبورم برم اونجا، بیشتر این کانکشن رو دارم و بیشتر ارتباطات هستش. ولی اگر مثلا اگر شرایط من یه جوری خوبی بود که ماهی چند هزار دلار طریق پادکست درمی آوردم، راحت که باید بتونم واقعا دیگه سال دیگه و میتونستم یعنی میدونستم این تضمینیه این داستان، واقعا همون میرفتم از اولش، همون نوردن کالیفرنیا، چون دیگه پادکستم ریموت، همه کارامو میتونستم بکنم و هر وقت لازم بود اجرا کنم یه کاری کنم. ببینی از بالا تا شون پایین الی کالیفرنیا مثلا 7 8 ساعت فوقش رانند دیگه. از اون ورم به ونکوور، مامانم چون ونکوور میخوام نزدیک باشم، نمیخوام خیلی دور بشه که بتونم به مامانم هی سر بزنم هر از گاهی. یعنی برای همین من همش تو فکر نوردن کالیفرنیا بین اونجا جای اپتیمومه، برای اینکه مثلا یه خورده بری بالاتر به سمت سیاتل و اینا نزدیک بشید، هوا دیگه خیلی بارونی و ابری میشه. و یه خورده بری پایین‌تر به سمت این سیلیکون ولی و یا LA نزدیک بشید، دیگه خیلی هم گرونه، هم آدماش اونقدی مثل آدمای بالا نیست. اون آدمایی که توی شمال کالیفرنیا زندگی میکنن، مخصوصا اون جایی که نزدیک دریان، اصلا یه خیلی روحیه باحالی دارن، یه آرامشی دارن و اصلا انگار همه رو سایکدلیک. خب اگه کسی داره اینو گوش میکنه توی نوردن کالیفرنیا، خونه داری و مزرعه اتاق اضافی، به من بگه که من موو کنم اونجا با یه قیمت مناسب. اتفاقا من یه رفیق دارم مهرداد که این خوراک اصلا پادکست تو، اینم یه آدم خیلی سبکباریه که کلا با یه کوله پشتی میره سفر و چند ماه میره نمیدونم مکزیک، میره اروپا، کل با یه کوله پشتی. خیلی اصلا زندگیش باحاله، خیلی مینیمال و جمع و جور. آره اصلا وله همه جا، بعد خیلی هم کارش درسته. بعد اینم همین دنبال یه زمینیه که
مثلا در حد چند هزار دلار پیدا کنیم و مثلا بریم اونجا یه خونه کوچیکی از این پیش ساخته ها اینا. آره اینا میتونم شما رو با هم وصل کنم، شاید با هم دیگه تونستین اینجا پیدا ما که فعلا یه پارتنر تو جیسن داریم اولردی که با هم دیگه قرار ولی نه وصلم بکنه حتما با آدمای اینجوری هم شده خیلی دوست دارم وصلشم و دعوت کنم و شاید یه مسیرمونم یه جا خود با هم دیگه رفتیم توی مزرعه. خیلی حال کردم تو راج با حرف زدم امروزا، کلی مواظب خودت باش، به خانواده هم کلی سلام برسون. مرسی که دعوت کردی. مرسی. آره. مرسی. باید بازم بیای بعدم، به نظرم رفتی تجربه سنگین سایکدلیک که بعدی تو کردی، باید پاشی بیای که با هم دیگه آره. یه گفتگوی بکنیم. خب تجربهش یه چیزه، بعد بتونی تعریف بکنی هم اونم یه داستان. بالاخره تأثیراتش و اینا شو تعریف خواهم بدونم که قبل و بعدش، و همیشه باحال میشه که با آدم صحبت کرد برای دیگه. حالا بعد ازت بپرسم که کجا آیواسکا رو بعد برام بزنم و اینا، حالا اگه نفتم حتما قربونت برم دوست. موازه خود باش، با هم در تماسیم. قربونت دارم. مثل یه شنده شدم تبتیل و خاکستری، مثل یه شنبه شدم.